بیشتر از این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بیگناهی زنجیر شود. نگذار 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 کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودند و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه این نجدیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را، منش نیک را می ستاییم. پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به هممیهنان گرامی و یاران و پشتیبانان وفادار سنگر بیداری، پری صفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه‌های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 2723 ایرانی مادی، 2574 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 1 سپتامبر 2015 میلادی. اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان، از دو نهاده بزرگ، و می ستایم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی را، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی برسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزینید و پیش از رویداد بزرگ هر یک به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترانید. اینک آن دومینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی و درستی را برمی گزیند و نه نادان. ایدون باد. Morning arrives with thoughts rise, beats of our lives joyful revives. Darkness is gone, light is not down, youth rise up fresh, mighty and shine. Sing your shalom. Light a fire of love, help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith, move forward with wisdom of praise. On a shamrock, on a shamrock,
of your own goodness. Do it with heart. Do it with love for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul. Follow the path of Asho in the name of Ahura. Seeking your own happiness in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness. As long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha. Good thoughts, good words, good deeds. Hold precious wisdom of the past. Future's bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words. Do of good deeds, be good and lead. Shalom.
خون نشسته مادران تو. دعای سحرگاه و نیایش روز و شب من است. ایران 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 ایران. من جانم را برای تو و مردمت میدهم و قصیده رهایی را با حنجره به تیر کشیده خود برای تو میخوانم، برای تو میخوانم. ایران ایران و شعر آزادی را با جوهری از خون خود فقط به نام تو می سرایم، فقط به نام تو می سرایم. ایران 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 ایران. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، هستی و روان زیستن در آن مردم با هستی و انگیزه های اهریمن همانی می‌یابند. آن مردم در اندیشه و به کردار اهریمن را می آفرینند. پلیدی ها و زشتی ها زندگانی آنان را ساختار می باشند. اگر اندیشه همین مردم از شراره خرد روشن بشود، آنها از زشتی و زشتکاری پرهیز کنند، اهریمن در هستی آنان می‌میرد. انسان از سرشت خود به زیبایی، مهربانی و خوشزیستن گرایش دارد. مردمی که از زیبا ساختن جهان، از پرورش دادن جان و از دوست داشتن آزادگی خود را شادمان نسازند، در اندیشه و از کردار آنها اهورا نمی‌روید و در هستی آنان اهریمن می‌آمیزد. در چنین مردمی خوشی به اندوه و شیرینی به تلخی می‌گراید. از مردو آناهیت. با درودهای دیگرباره و مهربانانه و هممیهنانه به یاران، هممیهنان و گرامیانم در سراسر گیتی که هر زمان و از راه هر وسیله‌ای که در اختیار دارید این برنامه را می‌بینید و یا خواهید دید. گرامیان من، برنامه سه‌شنبه شب، عزیزان یاران آگاه هستید که سه‌شنبه شب‌ها برنامه ما در سنگر بیداری 3 ساعته است، از ساعت 6 پس از نیم روز به وقت غرب آمریکا تا 9 شب. با خبری و گزارشی و نامه‌ای از میهن اشغال شده و جنایت زده و ترور زده و فساد زده و دزد زده و قاچاقچی زده، یعنی اسلام زده، نامه‌ای از طریق دختر گرامی هم میهن بزرگوار روشنگر اما گرفتارمان در دست جانیان و اشغالگران و در دخمه های محمدی، از سیامک مهر پورشجری، از طریق دخترش میترا پورشجری، نامه ای از سیامک مهر، در واقع خطاب به انسانهایی که گوشی برای شنیدن دارند و هم میهنانش اگر که توجهی به سرنوشت او داشته باشند. از زندان این نامه را بازتاب داده است.
مرا یاری کنید. در تاریخ اول مهر ماه سال جاری، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، دوران حبس من به اتهام فعالیت تبلیغی علیه رژیم جمهوری اسلامی به پایان میرسد که بلافاصله مرا محبوس در غل و زنجیر به شهرستان طبس برده و دوره تبعید من آغاز می شود. حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس، که دهکوره دور افتاده است که در دل داغ کویر مرکزی کشور واقع شده، آن هم برای مدت 2 سال، در حقیقت قصد جان مرا کردند. آنها به خوبی آگاهند که من سکته زده هستم و از نارسایی های قلبی به طور جدی رنج میبرم و بیماری دیابت حاد و بیماری های مجاری ادرار و سنگ کلیه و ورم قده پروستات مجموعاً جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است. و نیز به دلیل اینکه برای رهبران رژیم اسلامی ممکن نیست تا مرا اعدام کنند و یا با ترور به قتل برسانند و همچنین بسیار پرهزینه خواهد بود اگر من در زندان بمیرم، به دلایلی که همگان کم و بیش با ناگاهیم، از این قرار تصمیم گرفتند به این وسیله و با تبعید به دور افتاده ترین و بد آب و هوا ترین نقطه کشور نسبت به کرج که از هر گونه امکانات شهری و پزشکی و بیمارستانی بی بهره است، موجبات مرگ مرا به طور ظاهراً طبیعی فراهم آورند. می‌بینیم که رهبران کینه توز جمهوری اسلامی در عوض اینکه به درمان واقعی بیماری‌های من اقدام کنند، در صددند که شرایط زندگی مرا هرچه بیشتر نامناسب و فاجعه بار کرده و با تبعید و فشار و تضییع حقوق و آزادی‌ها عرصه را بر من تنگ نموده و رفته رفته مرا از پای درآورده و نابود کنند. از این رو از هم‌میهنانم و از فعالان حقوق مدنی، از مدافعان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاشگران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ نویس و مدافع آزادی بیان و با استمداد از افکار عمومی اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به طور خودسرانه و با بی‌اعتنایی به پرنسیپ‌های جامعه جهانی، یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسفبار حاکم بر جامعه ایران را در بی‌خبری همگان و در سکوت از میان برداشته و حذف کند. سیامک مهر پور شجری، نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران، شهریور 1394، زندان کرج. نمیدانم هم‌میهنانم فریادرسی برای سیامک مهر خواهد بود یا نه. فقط این را میدانم که اگر ما ایرانیان در تبعید، ما ایرانیان گریخت از دست جلادان مسلمان اشغالگر، ما ایرانیان که بسیار ادعای هم میهن دوستی و میهن پرستی و بیزاری از جنایت تروریسم اسلامی میکنیم و بر اساس گزارش های بین 6 تا 7 یا 8 میلیون ایرانی بیرون از ایرانیم، آیا نیروی هستیم که بتوانیم به یاری سیامک مهر و دیگر هم‌میهنانمان که هنوز جانی در تن دارند و در سیاه چال‌های این شکنجهگران به گونه محمدی و اسلامی، شکنجه باور، جنایت باور، ترور باور، کاری بکنیم برای آزادی چون این هم میهنانی،
سیامک مهر را اگر همیهنانی که اکنون شاید تازه نام او را میشنوید نمیشناسید، او یکی از نیک فرزندان دلاور، شرافتمند، فداکار و فقط با قلم و اندیشه به مبارزه با جنایت، شکنجه هم میهنانش، نابودی میهنش، چپاول و غارت دارایی های سرزمینش رفته است. سالهاست او را در شکنجهگاه های اسلامی با بدترین شکنجه ها، با بی‌حرمت ترین شرایط برای هر انسانی شکنجه دادند، کاری کردند که این دلاور ایرانی، این نویسنده، این روشنگر، این خردورز، این میهن دوست واقعی یک بار دست به خودکشی زده است و با شیشه شکست رگهای دستش را بریده است که او را نجات دادند، که نگهداریش کنند، که بیشتر شکنجهش بدهند، زج کشش کنند. پس از چند سال که زندانش به پایان رسید او را آزاد کردند و او بعد از مدتها با تنی رنجور که همه این بیماری ها را که در این نامه نوشته است در سیاه چال های محمدیان با آن دچار شده است، بعد از روس ها آزاد شدن از سیاه چال که نقشه دیگری برای او داشتند، او راهی می شود که برود نزد یکی از بستگانش در ارومیه. در راه جنایتکاران و شکنجگران دوباره او را دستگیر می کنند، بر می گردانند. مدت ها کسی از او از شرایطش خبری نداشته است. دخترش میترا به هر دری می زد که بداند پدرش کجا زندانی است، چه بر سرش آمده است. دوباره او را محکوم کردند به زندان و شکنجه و همون گونه که خودش گفته است او را حکم قتلش را صادر کردند، اما میخواهند او را زجر کشش کنند. نه دزدی کرده است، نه به میهن خیانت کرده است، نه جنایتی مرتکب شده است، نه جاسوسی کرده است، نه به هم میهنی آسیب رسانده است. با شرافت زندگی محقری را برای خود و فرزندش داشته است. فقط قلم به دست، اندیشه ورز، خرد ورز، بی‌اعتنایی نکرده است به این همه تبهکاری، به این همه بدبختی هم میهنانش. فقط نوشته است. ببینید چه بلایی دارن سر او می آورند. مجامع جهانی و مدنی و سازمان های حقوق بشری و 37 سال است ما می بینیم چه خبر است. اگر هم کسی را روزی آزاد کردند در یک بدبستان سیاسی و یا آزاد کردن چند تروریست در آلمان یا در فرانسه یا در آمریکا یا آنجا دیل کردند و گروگان در واقع پس دادند، ایرانیانی مانند سیامک مهر کسی را در جهان ندارند. هیچ کدام از شعبه های جنایتکاران اشغالگر که بخشی از این روس بیزادگان زن و مرد به خارج به آغوش همین امپریالیزم و کفار آمدند، باز در تلاشند برای نگاهداری انقلاب کثیف نجس اسلامیشان و ظاهرا منتقد با این جانیانی که اکنون سر کارند، اما دستشان در کاسه خون ایرانیان همان است که بوده است. اینان همانانی هستند که دهه یکم و دهه دوم لو دادند، تیر خلاص زدند، در دزدی ها بودند و و اکنون نامشان را ملی مذهبی و کثافت و اصلاح طلب و هر چیز دیگری گذاشتند. یکی از دار و دسته های دایره درون خودشان اگر در زندان باشد برای او در بیرون های و هوی می کنند و پیش حسین و بابا می روند و به سازمان ملل می روند و این لابیگران جاسوس و مزدور را به راه می اندازند، اما برای
سیامک مهر کسی از این کارها نکرده است و نمی کند، چون در باندی نیست، او فقط در کنار ایران است و ایرانیان آسیب دیده و غارت شده. همیهنان نازنینم، فقط یک نمونه زندگی سیامک مهر، فقط همین یک نمونه کافی است. او از جنس ایران است، او از جنس دردهای همان سرزمین است، همان دردها بر جان اوست، بر روان اوست، بر زندگی اوست. تنها فرزندش میترا میبایستی پدر را در آن شرایط در دخمه ها و میهن را بگذارد و خود را به پناهگاهی برساند تا بتواند دست کم صدای پدرش باشد. او تلاش های حقوق بشری بسیاری هم می کند، میترا پورشجری، برای بسیاری از ایرانیان گرفتار. همیهنانم، نمی دانم اگر صدای من را می شنوید، در گروهی هستید، در سازمانی هستید، تلاشی می کنید، پیش از این که دیر شود ما باید به یاری سیامک مهر و دیگر هم میهنان گرفتارم، چه با عقاید آنها موافقیم یا مخالفیم یا انتقاد داریم یا با ما خوبند یا با ما بدند یا هرچه هستند، در واقع با سکوت ما دستیار اشغالگران و شکنجگران و آدم کشان نشویم و نباشیم. خبر بعدی، خبرگزاری هرانا در پی انتشار خبر خودکشی یک تن در محوطه مجتمع اداری فرمانداری سنقر، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، انگیزه متوفا از خودکشی را وجود مشکلاتی در عقص پروانه ساخت مسکن و عوارض شهرداری عنوان کرد. او گفت بر اساس بررسی‌های تیم کارشناسی اعزامی از سوی معاونت سیاسی امنیتی، یعنی همین شکنجه‌گران و از قصابان محمدی، به شهر سنقر و با انجام تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص شد متوفا در اعتراض به برخی مطالبات درباره پروانه ساخت مسکن و عوارض که با شهرداری سنقر داشته، اقدام به خودسوزی در محوطه این مجتمع اداری کرده است. با مراجعه خانواده متوفا، هویت نام برده که مردی 59 ساله بود مشخص شد. در بررسی های نخستین به دلیل شدت سوختگی فقط جنسیت متوفا را که مرد بود اعلام کردند. منصور کیهانی چند سال پیش از آموزش و پرورش بازنشسته شد و نزدیک 10 سال نیز از همسر معلول خود پرستاری کرده بود، دارای 4 فرزند تحصیل کرده است. این معلم بازنشسته در پشت مجتمع اداری شهرستان سنقر خودکشی کرد. اینجا ایران است، ایران این گونه شده است، سرنوشت ایرانیان این است، یا در سیاه چالها زیر شکنجه و آنها را زجر کش می کنند، شبان روز تحقیر می کنند، آن هم چه اراذل و اوباشی، چه شکنجگرانی، تمام فرومایه ها و پر از عقده ها و همه عقب مانده های ذهنی، یعنی مسلمانان باورمند را، چه مادینه به عنوان شکنجگر برای زندانیان و زن گرفتار و چه نرینه به عنوان شکنجگر و زندانبار برای ایرانیان مرد گرفتار در دخمه های جلادان اسلام. سرنوشت ایرانیان چنین است، خودسوزی، خودکشی و یا نخست خانواده را بکشی، بعد خود را بکشی،
هزاران هزار جوان ایرانی، یعنی استعدادهای درخشان بسیاری در میان آنان، از ناامیدی، از بیفردایی، از خفقان، از زجر، از نبودن شادی، از نبودن امکانات زندگی شاد و تفریحی و ورزشی، و که در آن کشور ثروتمند باید همه روستاهای ایران یک ورزشگاه کوچک متناسب وضعیت همان روستا و یا شهر داشته باشند، یک استخر شنا داشته باشند، یک زمین بازی فوتبال و بسکتبال و والیبال داشته باشند، همه در دام اعتیاد و از فشار مالی و از فقر خانواده و نبود کار، چون هست و نیستان جوانان را عرازل و باش و خانواده های کثیف دزد و بیارزششان غارت های میلیاردی کردند و می کنند. برخی از این جوانان از ناچاری و درماندگی و گرسنگی خود و خانواده و محرومیت از ساده ترین امکانات زندگی، حتی داشتن یک جفت کفش مرتب و یا پوشاک مرتب، به بزهکاری دچار می شوند، بعد به دست این دزدان غارتگر اجنبی می افتند و آنها را 5 تن و 10 تن و 20 تن و 100 تن بالای دار میبرند و یا در سیاه چال ها. گزارش های بسیار از زندان های مخوف رژیم، زندان های زندانی های عادی، هرچه سیاسی ها را در میان آنها میگذارند، هزاران مصیبت در میان همان زندانیان بر سر مبارزان می آید. گزارش های وحشتناک از تجاوزات جنسی سیستماتیک به زندانیان، به ویژه جوانان در آن زندان ها، که برخی از زندانیان که بیرون آمدن می گویند شبها فریاد پسران جوان نمی گذاشت ما بخوابیم. ببینید از ایران ما چه کردند، آنگاه را افتادند گروه های ضربت حجاب و عفاف محمدی به راه انداختند برای یک تار مو. این جانیانی که دست رازی به کودکان و خردسال را هم برای خود حق محمدی و اسلامیشان می دانند، پسر بچه های خردسال را در مساجد و حسینیه های کثافتشان مورد تجاوز قرار می دهند. این همه درد و این همه شرم و این همه بدبختی را چگونه مردم ایران تاب می آورند؟ این دو خبر را همیانان پیاپی با آگاهیتان می رسانم. خبری است از به تاریخ دیروز. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، یعنی معاون اول حسن کفتار بنفش عرب مسلمان، از برداشته به گفته او رقم بزرگی، رقم رو هم نمیگوین که چند یا چند صد میلیارد دلار یا یورو است، رقم بزرگی از بانک مرکزی در دولت قبل، یعنی نور چشمی سید علی مفعول تروریست دوست و تازی شپشک زیر دم و بزغال احمدی نژاد، دولت قبل از آن او بوده است. پس معاون اول حسن کفتار بنفش میگوید رقم بزرگی از بانک مرکزی در دولت قبل برداشت شده است و باز پرداخت نشده است. اسحاق جهانگیری از نامه رئیس بانک مرکزی درباره برداشت رقم بزرگی از این بانک در سالهای گذشته خبر داد
و گفت که اکنون این بانک تحت فشار است تا این پول بازگردانده شود. او میگوید حسن کفدار بنفش که پرزیدنت است، پرزیدنته فریب اللهیان و محمدیان برای بردگان ایرانی، در صورت قانونی بودن برداشت دولت متعهد به بازپرداختان است، یعنی به بانک مرکزی باید بدهد، اما در صورت برداشت غیر قانونی، یعنی هنوز نمیدانند، دو سال است فقط این جانیان به اصطلاح دولت شدند، اما در صورت برداشت غیر قانونی برداشت کننده یا آن باید به دستگاه قضایی معرفی شود، مثلا مانند دزدهایی که معرفی شدند، بابک زنجانی و روسبی زادگان دیگر از آن دست. چه شده است؟ میلیاردها برگشته است؟ و یا در میان همین جانیان مقامات گاهی میگویند دستهای قدرتمندی فعلا پیشگیر پیشرفت درست آن پرونده است. این خبر رو داشتیدم میهنانم، خبر دیگر. پس بنابراین رقم بزرگی از بانک مرکزی در دولت قبل، یعنی آن قبیله‌ای که فعلا نوبت او بوده است برای غارت و چپاول برده است، نامش هم ولی دولت است. حال رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میگوید با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ایران که دولت، این دولتی که اکنون میگوید مال حسن کفدار بنفش است، ظرف 5 ماه اول امسال، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، 5 ماه اول و مرداد، به میزان 12 میلیارد دلار داخل خودشان میگویند، فقط شعبه ها با هم فرق دارن، این از آن میگوید، آن یکی مال یکی ها میگوید، به میزان 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. 12 میلیارد دلار، نه از پولی که از آن دولت بوده است، مثلا بودجه تصویب کرده، از حساب صندوق توسعه ملی 12 میلیارد دلار برای 5 ماه نخست حکم صادر شده است. بانک مرکزی را متهم کرد که برخلاف قانون بر موجودی این صندوق مدیری بر موجودی این صندوق مدیریت دارد و درباره استفاده بخش خصوصی از منابع آن کارشکنی می‌کند. این دو خبر کوچکترین خبری است که می‌بینید چگونه هم گزارش می‌دهند، یعنی به صورت مثلا رسمی است این اقدامات و بانک است، بانک مرکز است، صندوق توسعه ملی است، حسن کفدار بنفش پرزیدنت گفته است، معاونش این گونه گفته است و چه بچه از زمین و آسمان، و تازه اینها نوک قله قول پیکر چپاول و غارت در میهن ماست، میلیارد اینجا، میلیارد ها آنجا، میلیارد ها آنسو، آنجا رفته است، دکل خریدند، گم شده است، غیب شده است، پولش را پیشا پیش گرفتند، چه و چه و چه. اسلام است. از آریا جان خواهش کنم، آریای نازنینه، شماره 2 را همیهنانم، کلیپیست شاید عزیزان ما ماهای پیش این کلیپ را دیده باشند، یک بار دیگر بران شدم که این کلیپ را با هم ببینیم. البته از گفتگوهای گوناگون
مصعب حسن که پسر یکی از رهبران حماس است. از کلیپ های گوناگون گفتگوهای او در جاهای گوناگون در واقع ادیت شده و سخنان او رو در یک کلیپ جمع آوری کردند. او میگوید الله یک گانگستر است و الله یک تروریست است. و این جوان فلسطینی، پدرش از مقامات حماس یعنی آن گروه جنایتکار تروریستی محمدی، با خرد به آگاهی رسیده است، به بیداری رسیده است، عرب است، عرب زبان است، تازی نامه را خوب میداند، زبان تازی را که آن فلانک گفته بود لسان عرب نمیداند، لسان عرب میداند و در آغوش تروریسم ناب قرآنی و اسلام واقعی بزرگ شده است و پدرش اکنون یکی از گانگسترها و تروریست‌های به نام گروه جنایتکار حماس فلسطینی است. از زبان او بشنوید. شماره دو را آریا جان با هم می‌بینیم. هم میهنان هم حدود 10 دقیقه هست و امیدوارم در فاصله 10 دقیقه یار و یارانی باشید که به یاری سنگر بیداری بشه تابید. آریا جان یک دقیقه نازنین، من یاری های رسیده رو اعلام بکنم بعد برویم کلیپ را ببینیم. سپاسگزارم از سرباز میهن بزرگوارم که مچی که بار گذشته توسط یاری یاران برآورده شد و ما یاری ایشان را دریافت کردیم. بانو ستاره الف نازنینم یک جهان سپاسگزارم. نوید عزیز و مهربانم یک جهان سپاس به شما دوست و یار عزیزم. مهران نازنین و گرامی من سپاسگزارم. بانو کارمن و کتبان منوچهر عزیزم، دوستان نازنین و یاران دیرین که همواره چند روز هم پیش از اینکه ماه جدید آغاز شود در واقع یاری ماهانشون رو میفرستند. دریافت شد عزیزانم، سپاسگزارم. و کاظم گرامی و مهربان و نازنین من که ماهانه ماه سپتامبرتون به حساب بیداری در بانک واریز شده بود، کاظم جان سپاسگزارم. و اکنون می رویم آریای نازنین کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم. The problem is in the God of Islam. This is shocking and unfortunately this is the reality about this God. He is a God of torture. He is a God, the deceit God. This is what he talks about himself. You are going to make millions, millions upon millions of Muslims very, very angry. I'm not trying to offend Muslims. I love them. Those Muslims are my family. But you are going to offend people and you are going to put your life in danger, aren't you, by doing this? Some of them will be offended. Some of them will be offended, but I am sure, I believe that many of them will walk up. Some of them will try to kill you. They will. They will. If they will kill me, they will kill this body. But the question, what about my soul? What about my ideas? What about my beliefs that I shared with everybody? Will they be able to kill this? I don't think so. These comments are coming from a man who is not just any Palestinian, but the son of Sheikh Hassan Youssef, one of the founders of Hamas. Mossab Hassan is also a young man who himself, until just a few years ago, was president of the Islamic Youth Movement. And his denunciations of Islam are harsh and startling. Every Muslim who read the Quran, if they allow themselves to listen to this Quran, and believe in the same time that this is from God, I think they are sick and they need help. I believe that Islam is collapsing already. Because it's collapsing? It is collapsing. It looks from the outside, it's growing, but from the inside, it's completely collapsing. It's not giving answers to the people. It's not improving their lives. It's not helping them at all. Within 10 years, that's it. Islam is going to be over. Hamas start to get suspicious about everybody, about themselves, about their wives, about their children, about everybody. If they torture, you're not allowed to say anything. If they kill people, you're not allowed to say anything. If Wait, they teach you something they, wrong. They torture and they kill people in the jail?
They tortured and they killed people. Their own people. Their own people. Like put noodles under their fingernails. They put needles, under the fingernails. Needles under their fingernails. Hamas leaders. Hamas leaders that we see them on the TVs now. Okay? And big leaders were responsible for torturing their own members. In studying the Quran, Mozhab Hassan found what he calls thousands of inconsistencies. What Muslims, Muslim sheikhs, or religious people do that they focus on only one part of Islam? Which part do they focus on? The part that they need for that time. If it's a war zone, if it's wartime, they're talking about jihad. They bring the verses that, so it's like very political religion. And this way, I discovered that the Islam is the most bipolar religion on earth, that you can find whatever you want. So the Quran contradicts itself? In so many ways. Within days of us broadcasting that interview, it spread across the internet like wildfire. Days after that, Al-Qaeda itself stepped up in the absence of Hamas making any comment, criticized Hamas for allowing him to get away from the organization, and then concluded their internet statement by quoting the words of the Prophet Muhammad, chilling words. They said, whoever changes his religion, kill him. That being a reference to the fact that Mozhab Hassan not only has left Hamas, but has now turned his back on Islam and converted to Christianity. I love Jesus immediately. Why? Love your enemy. That was the one that moved me from like deep and changed my life forever. I've been suffering for a long time. It's like my medicine became. It's not a drug. It's not given. It's not like Quran. Quran is a drug. The Quran is a drug, you say? Islam is a drug. To be honest with you, being killed is not the worst thing can happen to me. But if my soul is dead, if I feel the responsibility and I don't say a word of truth, I will die every day. The biggest terrorist is the God of the Quran. I know this is very dangerous, and I know this is this will offend many people, but my goal not to offend them. What I'm saying, that the biggest terrorist is Allah of the Quran, the God of the Quran, the God of Islam. Since Yusuf's book was published, his father, Sheikh Hassan Yusuf, has publicly disowned his son. I want to ask you, of course, to pray for me and pray for my family. They were under lots of pressure. The last time I talked to my dad, he told me, I asked him to disown me, because I know how difficult this is for them. And he told me this is not an option. I know their hearts. They're good people. But unfortunately, their God doesn't have a minimum amount of humanity. He unskinned their humanity. He wants them to be beasts. Our problem is with their God. Our problem is with their ideology. Please don't understand the difference between Islam and Muslims. Please, Muslims are wonderful people. The worst criminal terrorist, Muslim, has moralities, responsibilities, logics than the God of the Quran. And what I see that governments are hunting the street drug dealers when they are trying to catch somebody like Bin Laden. How old Bin Laden is? 50 years, 60 years, and how long he's gonna survive? For the next 15 years? We have a problem with a gangster has been for the last 1400 years, and he will be there for the next 500 years if nobody will stop him. And our war is with him. My war is with him. My God's war is with him. If Jesus Christ was here now, right now, and you ask him a question, what do you think about the God of the Quran and the God of Islam? What his answer will be? But I'm telling you, the problem is much bigger than Hamas. The problem is in the God of Islam. This is shocking, and unfortunately, this is the reality about this God. He's a God of torture. He's a God, the deceit God. This is what he talks about himself.
Islam as a religion in general is a lie wrapped with some facts and truths, and I'm talking this with the authority of somebody who understands exactly what Islam is all about. And it's the biggest lie in history, in my opinion. And this is the biggest danger, that a quarter of population of Earth believe that this is a religion from God. They are wonderful people. Here in Canada, our Muslim population is the same as any other religion. So, you know, those are very inflammatory words about... I know you've converted to Christianity, but that's pretty inflammatory. Yes. This is a good point. And what I'm trying to tell you here, that your problem, my problem, the world's problem is not with Muslims. And Muslims, the majority of Muslims are great and wonderful people. They are my people. I know their pain, I know their sufferings, and I know their hearts. When you go to the Middle East, when you go to any Muslim community, you see their passion, you see their hospitality, and you get confused, even more confused. You say sometimes, those Muslims are better than many Christians. And we are not in a position to compare people. We are comparing ideologies. And I'm telling you that the minimum Muslim, the most criminal Muslim or terrorist has a minimum of morality, responsibility, logics more than his God. If you read the Quran, if you allow yourself to understand what the Quran is all about, you're going to figure this out yourself. Go to the Quran, Surah 9, verse 5, and you will find what the God of Quran is asking Muslims to do against everybody. Now, it's not Muslims' fault that they were born in that culture. It's not their fault that they were born as Muslims. But what we're telling them, understand your religion before you are offended. Those are realities about their religion, and they need to recognize that. Your father is the leader of Hamas in the West Bank. Didn't you feel that you are betraying your family, betraying his confidence, betraying the idea he dedicated his life to? How did I betray him? By saving his life, for example, I'm not doing him a favor. This is my dad. I know I rather to die and he doesn't get hurt. I look like a traitor because I am doing what my people need, not what my people want. You decided at some point to leave Islam altogether and you converted to Christianity, right? Yes, I converted to Christianity. I am a Jesus Christ follower, and let me tell you something. I am not a pro-Israeli, and I'm not very fascinated by the work of the Israeli government of killing Gaza children or assassinating leaders and even terrorist leaders. It's very obvious that they're going to try and kill you till the rest of your days, and still here you are in Israeli television without disguise, without fear, and I ask myself whether this is courage or total craziness. Look, you are afraid when you do something wrong. When you don't do something wrong, when you believe in what you're doing, you're not afraid. Masoud Youssef, in behalf of myself and many, many Israelis, thank you very much and thank you for this interview. Thank you. با درودی دگرباره همیهنان نازنینم. آموزش 13,000 آخوند مفتخور فاسد جانی و مداح، یعنی اراذل و اوباش بسیج شده برای نگهداری جنایت اسلام و کثافات و یابه‌هایش برای مغز موالیان و بردگان ایرانی. آموزش 13,000 جانور، یعنی آخوند و مداح، برای پیشگیری از اعتیاد در ایران. شما اول بروید منقل رو و وافور رو که همه از آن رهبر سیدعلی مفعول جانیتان، همه هم شکل همان منقل و وافور شدند و مستراحی هم بر سر گذاشتند، از جلوی آنها بردارید که بعد این طلبه ها که توی خمره بیرون داده اید و متخصص و حرفه‌ای کارهای دیگر اسلامی هستند، این همه مفتخور را، هزاران هزار جوان دختر و پسر
فارغ التحصیلان با مدارک دانشگاهی لیسانس به بالا تا دکترا پی اچ دی بیکارند، خودکشی میکنند. در سال هزاران هزار ایران را ترک میکنند. آنگاه این همه جانور برای کنترل موالیان با هر نامی از دارایی آن ملت بهترین زندگی را داشته باشند و دستاوردشان فقط فساد و دزدی و جاسوسی و بردگی بیشتر برای ایرانیان باشد، آنها کار داشته باشند برای کنترل ایرانیان است. از دارایی و درآمد و ثروت‌های ملی ملت ایران این هرزگان، این زباله‌های اجتماع می‌خورند و پروار می‌شوند و روز به روز ایرانیان، کهنسالان ایرانی در دوران بازنشستگی 30 سال 40 سال در هر شغلی بودند، شرافتمندانه کار کردند، خدمت کردند، اکنون در فقر، فلاکت، بیپناهی، گرسنگی، بدون حرمت، بدون عزت، بدون کرامت روزگار پیری را می گذرانند. کودکان ایرانی بدون دبستان، بدون کفش، بدون یک لیوان شیر در روز، شکمهای گرسنه در سراسر ایران. بیش از 10 میلیون که مطمئن باشید بیشتر است، میگویند بی سواد مطلق در ایران. میلیون ها تن دیگر هم در این 37 سال چه آموختند، چه سوادی، خواندن و نوشتنی، اما مغزها علیل اسلام. بیش از 13 هزار جانور آخوند و مداح. مداحان که می دانید چه کارند، آخوندها را هم می دانید. اینها می خواهند بروند جوانان بسیاری از آنها دبیرستانی، دانشگاهی که از بدبختی و تنگنا و خفقان و نامیدی معتاد شدند، به دست برادران ژنرال قاچاقچی غمکش لواطکار. این جانیان، این نمونه های هرزگی و رذالت بروند با این جوانان آموزش پیشگیری از اعتیاد بدهند، دوباره گله این بیماران جنسی را راهی مدارس و دبیرستان های ایران کنند. چه مانده است دیگر از ایران ما، از میهن ما، از فرهنگ، از اخلاق، از جامعه، از خانواده؟ چه مانده است؟ تف بر این اسلام. بیشتر نگاهی به راهکارهای دینی و علمی پیشگیری از مواد مخدر دارن مداها، این طلبه های فلان کار شده از خمره های اسلامی محمدی فیضیه و نجاست کده های دیگر از زیر دستان آخوند ها بیرون آمده. علمی و دینی، دینی هم که حتما یعنی با دستورات محمدی و علوی و عمری، برنامه های ترک اعتیاد داشتند آنها در صدر اسلام. تا
توف بر وجود کثافت مسلمان نجس تروریست فاسدتان. آن یک برنامه برای عربیزه کردن بیشتر ایران، برای تباه کردن اندیشه کودکان و جوانان ایرانی و کنترل بردگان و در همه سطوح از ادارات، از پادگان‌های نظامی، خیابان، دکه، بنگاه، مهد کودک‌ها، همه جا این جانیان، این اراذل ارتش اعراب مسلمان و اشغالگر در میهن ما رخنه کردند برای کنترل ایرانیان و بردگان. همه جا باشند، چشم و گوش اهریمن اسلام و دزدان و جلادان نابود کننده ایران و ایرانی. اینها خبر دیگر. این داعشیان مسلمان محمدی، شعبه شیعی، شعبه کثافت و لجنش، لجنتر از شعبه سنیش، فرمانده کل سپاه پاسداران جنایت و رذالت و تباهی اسلام در ایران اشغال شده، میگوید این حیوان میدانید نامش، نام کثافتش محمد علی جعفری است. رزمایش اقتدار سارالله با حضور بیش از 50,000 بسیجی در قالب 250 گردان فردا و پس فردا در تهران برگزار می شود. تهران را گرد و غبار و بیماری و دود و تاریکی گرفته است. در آنجا کدام رزمایش را می خواهید برگزار کنید؟ این رزمایش به منظور آمادگی برای مقابله با تهدیدات دفاعی امنیتی و همچنین تمرین نیروها، تمرین نیروها در وسط پایتخت از ترس ایرانیان، صاحبان اصلی آن ثروت، آن پولها، آن بانک مرکزی، آن نفت، آن گاز، آن طلا، آن اورانیوم، آن آب و خاک که دیگر شما چیزی برایش نگذاشته اید، از ترس صاحبان اصلی. اشغالگرید. 37 سال است همین بوده از کارتان. سیامک مهرها یعنی خود ایران، یعنی خود فرزندان پاک ایران، آن زندگی و سرنوشت. ستار بهشتی زیر خاک، بهترین فرزندان ایران از کردستان، آذربایجان، سیستان، بلوچستان، خوزستان، تهران، سمنان، خراسان، هر کجای ایران، یا زیر خاک، یا فراری از کشور، یا گرسنه، یا معتاد، یا در سیاه چال. و شما رزمایش در تهران دارید. به گزارش خودشان هم میهنانم، روزانه هزاران تن ایرانی در معرض مرگ به خاطر آلودگی های گوناگون، مواد خوراکی قلابی، فاسد، آلوده، هوا پر از سم چندین برابر آن حد اکثر تعیین شده آلودگی ها، زاده شدن کودکان ناقص الخلقه با آماری که در تاریخ وجود نداشته است در سراسر ایران، کوتاه شدن قد کودکان و به دنبال آن جوانان ایرانی، برای نبود خوراک درست، رسیدن پروتئین، کلسیم، ویتامین ها، توف بر این اسلام.
در این رزمایش گردانهای امام حسین، حسین نجس در ایران، سرزمینی به نام ایران، چه می کند که گردان داشته باشد؟ آن تازی کسافت نور کشه تکه تکه شده به دست پسر عمویش. گردانهای امام حسین عین یعنی نجس، امام علی عین یعنی آن علی سربر بچه باز کسافت تازیه نجس سوس مارخار شاش شترخار ریپیست در ایران ما چه می کند که گردان دارد؟ نام گردان های را ببینید در ایران، پادگان های اشغالگر عرب در ایران، بردگان ایرانی، متوجه می شوید یا نه؟ گردان های امام حسین، امام علی، بیت المقدس، عاشورا، کوثر، الزهرا، روسبی هم گردان دارد و بسیج حضور دارد. اینان یعنی چه؟ نجاستی به نام محمد علی جعفری، پاسدار انقلاب نجاست ایران سوزی در ایران، رزمایش اقتدار سارالله، اینها چیز جز اشغاله ایران به دست این نجاسات محمدی؟ اقتدارتان را برای هیچ کس به نمایش نمیگذارید که میگوید اقتدار. جنایت و توحش داعشی محمدی اسلامی شیعتان را که نامش اقتدار شده است، ولنست به روبتان دین کسافتتان را برای ترساندن و خفه کردن و خاموش نگاه داشتن صاحبان اصلی کشور و سرزمین ایران یعنی ملت ایران است. به راستی شرم که ندارند، بی شرم ترین جانوران و تروریست های روی زمین. ظریف آمده است میگوید، یعنی محمد جواد، غلام بچه، تروریست، اینان جنایت اسلام را در میهن ما نگاهداری میکنند. آمده است در کفرستان درس خوانده است، مدرک گرفته است، خانواده لجن و روسبی و فرزندان روسبی زادهش بهترین امکانات و تحصیلات و دانشگاه ها و چه و چه و زندگی و بعدا میلیارد میلیارد دزدیده شده از بچه های ایران، حالا خودش هم شده است جناب وزیر امور خارجه و در این دوران باید لبخند بزنن. فعلا این دار و دسته جانیان لواطکار لبخند زن دوباره نوبتشان شده است بعد از شپشک زیر دم و بزغاله. میگوید پیکار با داعش باید چند جانبه باشد. شماها میخواهید با داعش سنی بجنگید؟ شماها که داعش سنی را زاییده اید، با کدام داعش؟ با خودتان میخواهید بجنگید چند جانبه؟ این داعش 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 که اربابان غربیتان هم به راه انداختن فعلا بعد از القاعده لولوی داعش است. لولوی خمینی را هیچ وقت نساختن، نگفتند. با آن همه جنایت ها و تروریست هایی که به اینجا و آنجا فرستاد و هنوز می فرستد و به هم ریختن کشورهای دیگر در آن منطقه، چون آن بیزینس اصلیشان است. خمینی گور به گور و دار و دسته روس میزاده ای که از میان شما اکنون اصلاح طلب و تندرو و کندرو همه یک دست لواطکار تروریست محمدی. با داعش میخوان بجنگن. حسینتان در کاخ سفید هم گفته بود که خیلی امید دارد به شما که با داعش بجنگید.
با جنرال سلیمانی که هزاران بچه آمریکا را فقط کشته است. بله. خبرگزاری فرانسه میگوید محمد جواد غلام بچه که به تونس سفر کرده روز سه‌شنبه گفته محمد جواد گفته ها با عقیده دوستان تونسی، حالا با تونسی ها دوست شدند، که جنگ علیه داعش فقط عملیات نظامی نیست موافق است. باید فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و اگر لازم شود نظامی باشه. فرهنگی که شما متخصص مبارزه فرهنگی هستید، گورهای جمعی، انقلاب فرهنگی هم که با یک فیلسوف جنایتکاری به نام دباغ و جنایتکاران دیگرش که استادان درجه یک ایران را یا نابود کنند یا فراری بدهند یا خانه نشین کنند که سکته کنند و از غم و غصه دخ کنند، بهترین دانشجوها را 3 سال در دانشگاه ها را ببندید، فرهنگی که واردید، مذهبی که دیگر مذهبتان است و دینتان است، حتی اسلام شیعی جنایی داعشی شما ورژن خوب اسلام است، مذهبی گفته اید، باید برای شاخه سنی داعش بجنگید. سیاسی که خب با کریجان و دارادسته حسین کنیایی و همه سیاسی که فعلا دارید میروید، شبانه روز هم روسبی ها از همه جا، ایرانی و غیر ایرانی، نامه می نویسند و امضا و دستینه های توماری به کنگره که موافقت کنید و بگذارید بیایند. بعد خود آمدن در روسبی خانه های هالیوود و اینجا و آنجا دارن شب زنده داری می کنند و سیاوک مه دارد آنجا خون بالا می آورد. هنوز خانواده های قتل عام 67 گوری، تک جایی، تک استخوانی از جگر گوشهشان ندارند. در سایت ها شاید بسیاری از شما عزیزان دیده اید فرتوری عکسی در بسیاری از سایت ها باستا پیدا کرده است، رفتند سنگ آرامگاه هنرمند بزرگ و یگانه ایران بنان را خرد و نابود کردند. استاد بنان با داعش میخواهید بجنگی؟ داعش از شما آموخته است، نمونه مجسم 36 سال در برابر چشمانش. اگر صدر اسلام را هم نمیدانسته است، شما را که دیده است پی برده است به همه چیز. با داعش میخوام برم به جنگ در همه زمینه ها و اقتصادی. به داعش چه چیزی میخواهید بیاموزید و در برابرش اقتصادی مبارزه کنید؟ نفت می دزدد و می رو باید نفت مردمان را و پولش را در جیب خودش و تروریست های سربرش می ریزد مانند شما. آثار تاریخی را نابود می کند مانند شما. کتیبه 3000 ساله را در قلب یک صخره بزرگ، خبرش را دادم در یکی از برنامه، آمدن سر فرصت با آخرین دستگاه ها بریدند و درسته بردند. داعش هم همه آثار تاریخی را که میتواند مشتری در میان همین کفار که میگوید با آنها میجنگد پیدا کند، فروخته است و میفروشد. اقتصادی، شما دو باله یک جنایت و کثافتیت به نام اسلام.
جنگ و دعوایتان هم جنگ قبایل عرب مسلمان است. سر این که کدامتان بیشتر بکشید و کجا قتل عام کنید مسابقه دارید. محمد جواد: در جایی هم فرموده است در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود، برخی تحلیلگران میگویند 4 پایتخت کشورهای عربی زیر سلطه ایران است. محمد جواد روسبیزاده که اکنون ایران به نام او حتما در آمده است، با رد این موضوع میگوید ایران هراسی، اینجا که باشد به راحتی میگویند ایران هراسی، آن خوانده و گفته همان چیزی است که نتانیاهو میگوید و کشورهای عرب باید توجه خود را به افشای جنایات صهیونیستا به عنوان تنها دشمن در منطقه معطوف کنند. حسین اوباما این را از تو خواسته است این گونه با آب و تاب گفته ای؟ یا کسی خبر نداشته است؟ دوباره داری میگویی؟ برای همین ما شماها دیل کرده است دیگر، دیل. به راستی جز چندش و دلاشوبه هم میهنانم. از این همه تبهکاری و دروغ. و بعد ببینید آمریکا به چه روزی افتاده است. برای همیهنانم که در آمریکا زندگی میکنید، حتما در جریان خبرها هستید روزانه. کاپ کلینگ یعنی پلیس کشی شده است روتین روزانه از روزی که این حسین آمده است به کاخ سفید. هر سیاه پوستی که مقصر غیر مقصر در درگیری یا پلیسی احیانا یک جایی بد بوده است، خطا کار بوده است، کشته شد، آمد اعلامیه داد و دادستان کل سیاه پوستش آمد و اینجا و آنجا. همان سیستم تفرقه اندازی در جهان چپولها و اسلام مانند هم است. از روزی که این آمده است آمریکاییان آرام آرام به وجود می آید، مانند همان تبهکاری که در کشور ما دهه ها جانیان و مزدوران شرق و غرب و دروغگویان و حزب توده و مصدقی ها در دانشگاه ها، در مدارس، در کوچه و خیابان پیش یاسر عرفات لجن و تروریسم می رفتند، آدم کشی و ترور محمدی بیاموزند، کمونیست بودند، بیایند دوران نیکبختی و پیشرفت ایران را به هم بریزند. پلیس ترور می کردند، آمریکایی می کشتند، می رویم آبروی شاه را می بریم، 2500 ساله را به هم می ریزیم. سیاه کلین گونه شد آنچون تا سرانجام، چون مردمان دقت نکردند، ما مردم ایران موریانه میخورد ریز ریز. از روزی که همین آقا آمده است در کاخ سفید، خود سیاه پوستای آمریکایی و خردمند خودشان میگویند تبلیغات دفاع از سیاه پوست ها، مثلا چپول ها، میدیام که دست چپول هاست دیگر، میدانید کالج ها، دانشگاه ها اکثرا جای کفکار عمومیست، دست چپول هاست. آمریکا رو به اینجا رسانده که علنی اکنون راه افتادند که زندگی سیاهان مهم است، بلک لایف مدر، شعارهای مرگ پلیس میدهند در خیابانهای آمریکا آزادانه. دیروز دو سه روز پیش یک شریف در تگزاس ترور شد، رفته بود اتومبیلش را بنزین بزند. امروز در حومه شیکاگو یک پلیس را ترور کردند. و شما اخبار را که پی میگیرید، در هفته پلیس کشی دارد اپیدمیک می شود.
درست در دورانی که یک سیاه پوست در کاخ سفید نشسته است. از تبعیض و از بدبختی میگویند و مینویسند. این منتالیتی و این نوع نگاه آقای پرزیدنت آمریکا جنایتکاران تروریست را جری کرده است. در همه خاورمیانه اسلام زده ترور زده بدبخت و آفریقا تا مرزهای چین نزدیک یک ساعت و نیم کنه یک ساعت و 20 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. هنوز یک یاری از سوی هیچ یار و هم‌میهنی اعلام نشد. بسیار عالی. از آریا جان خواهش می‌کنم، آریا نازنین هم دوستان و یاران و هم‌میهنان استراحتی داشته باشند و هم من. آریا جان شماره 3 را همیهنان هم دو کلیپ را برگشت دیدم. کلیپ نخستین از دقایقی است از یک مجموعه طولانی درباره تاریخ با شکوه ایران پیش از ورود اسلام نجاست که در بخشی از آن در واقع از هخامنشیان و زندگی شاهنشاه بزرگ ایران و جهان کوروش بزرگ هخامنشی حدود 8 دقیقه هست و کلیپ بعدی هم دوران کنونی را بیان می کند که جوانان ایرانی فریاد می زنند کوروش بیدار شو و ببین سرزمینت به چه روزی افتاده است. حدود 13-14 دقیقه جمعاً هست هم میهنانم. امیدوارم در این 13-14 دقیقه تلفن و یا تلفن‌هایی ما داشته باشیم برای اعلام یاری در این شرایط بسیار بد. و باید بگویم هم میهنانم در واقع ما این ماه را که یکمین روز است امروز در واقع اصلا نمی بایستی آغاز بکنیم، اما باز امید و چشم راه یاری های شما فعلا آمده ایم. آریا جان شماره 3 را عزیز من هر دو کلیپ رو پخش کنید. Ancient Persia. Fearless, formidable, unrelenting. For ages shrouded in mystery. An empire unparalleled in conquest and riches. To create an empire of the size of the Persian Empire, the largest empire the world had known, obviously takes military skills. From North Africa to Asia, it was a civilization driven by a dynasty of extraordinary rulers, ambitious and all-powerful. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. The Persian Empire created some of the most astonishing feats of engineering the world has ever seen. Magnificent palaces that rose up from barren desert. Roadways, bridges, and canals. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's Canal? But dark clouds were on the horizon. An ancient rivalry with Greece would erupt into an epic clash that changed the course of history and shaped the Western world for thousands of years to come. BC, a young Macedonian king conquers the Persian Empire and leads his invading army into Persepolis, its spectacular capital city. The Macedonian ruler is Alexander the Great, an admirer of the great Persian kings.
By sundown, the Greek victory celebration degenerates into a drunken melee. By sunup, Persepolis, the crown jewel of the Persian Empire, with palaces unrivaled anywhere in the world, is burned to the ground. More than 2,500 years later, these immense towers stand as testament to the soaring heights this now forgotten empire once reached. I equate Persia with luxury, with rich tapestries and beautiful rugs and my mother's fat, fuzzy Persian cat named Otis. But I also think of a fantastic Persian king named Cyrus the Great, who believed in religious and cultural tolerance, and who freed the Jews from Babylon to return to Israel. Hello, I'm Peter Weller, and welcome to the Persian Empire. Around 4000 BC, two nomadic tribes were starting to take root in a rich but hot Iranian plateau, the Medes in the north, the Persians in the south. Being as that these tribes were nomadic, they were more interested in survival than conquest. As they became less nomadic, they had to learn how to farm, in particular how to cultivate this fertile Iranian plateau. But to do that, they needed a source of water. The early Persians may have very well become dust in the winds of history had they not unlocked a source of water and, just as importantly, a means to channel that water to their crops and settlements. And what makes this engineering feat so remarkable is that they found this water not from rivers or lakes or oceans, but from the most unlikely source of all, rocks. Persia emerged out of nothing. A rugged, hostile terrain built with only invention and determination. 3,000 years ago, nomadic early Persians roamed the parched, forbidding Iranian plateau. Finding water meant traveling long distances. It fell to a hybrid engineer, geologist, and diviner called Amoghani to figure out how to bring it back to his people. Using nothing more than stone chisels, Moghanis would build the first cornerstone of the Persian Empire. A breakthrough system of underground irrigation canals called kanats. They began by harnessing gravity to exploit the natural topography of their land, which sloped relentlessly down from the Alborz Mountains towards the Persian Gulf. Vertical shafts were first dug down from the surface, and the tunnel was excavated horizontally for a short distance. Then another vertical shaft was built, approximately 3/4 of a mile up the slope, and the channel continued. It can be sometimes 20, 30, 40 kilometers away, so it's a very skilled operation, to the point where the gradient of the water channel meets the aquifer, or the groundwater, sloping up at the point where the mountains begin. The angle of the slope was crucial. One unit in elevation for every 100 on the horizontal. Not too steep, because that would erode the base of the water channel, and of course not so flat as to prevent the water from moving to its intended destination. 2,000 years before Rome's legendary aqueducts, the Persians were channeling massive amounts of water over long distances. In hot, dry climates, with minimal loss due to leakage or evaporation. Water means food, but the engineering technology to locate that water and move it was a carrot that the Persians were dangling in front of their neighbors. Around 700 BC, all of these tribes were united under one legendary figure named Achaemenes, who founded a dynasty. But this dynasty thrived and flourished under one guy, a guy I would have liked to have met, named Cyrus the Great. Cyrus created and maintained an empire, thanks no doubt to his military savvy, but he was also a political genius. He was an excellent, benevolent manager of men. Historians have called him humanist. The Jews call him Mashiach, or anointed one. His own people called him father, and even the Ionian Greeks whom he conquered called him a just and worthy lawgiver and ruler. Cyrus the Great came to power in 559 BC. It was the beginning of the Achaemenid dynasty. Their reign would change the course of history and redefine architectural possibility. If you're looking at the greatest personages in history who have affected the world, Cyrus the Great is one of the few who deserves that epithet.
the one who deserves to be called the great. The empire over which Cyrus ruled was the largest the ancient world had ever seen, and may be to this day the largest empire ever. By 554 BC, Cyrus had crushed all rivals and became the undisputed leader of Persia. Now it was time to conquer the world. And if he was going to build an empire, he would need a magnificent capital city to reflect its growing stature. In 550 BC, Cyrus launched one of the most ambitious engineering projects anywhere in the ancient world. The Persian Empire's first great capital city at Pasargad, located in modern Iran. Cyrus was a very innovative builder, and I might add that his standards were particularly high. We can also say that his building projects reflected in some ways the technologies that he found in the course of his various conquests. Like the Romans centuries later, the Persians were borrowers. They took the best and most advanced ideas from the cultures they conquered, then developed them even further into technologies uniquely their own. The art and engineering of Pasargad drew on influences as far-flung as Assyria, Egypt, and Asia Minor, thousands of miles away. که ملت توی خواب عمیقیه. ببین به دنیا داریم میکیم که ما برتریم، در حالی که ماها همه یه مش گدا پروریم. ببین یه جوون از ته دلش به داره میگه، اینجا لواط و زنا جزی از کردار نیکه. کوروش ناموس فروشی رو دور قیمت، کوروش ملت گفتار نیکش فرش و غیبته. کوروش تو رو تحقیر و ویران کردن، اسمت خط خورده از تقویم ایران رسمن. آسی مقبرت با سیل و بلاها رفته، عکست فقط سر در قلیون سراها نسبه. کوروش آرامش خیلی وقت زندانی شده، نماد فر به هر نماد شیطانی شده. کوروش داره برمیگرده عقب زمونه، کوروش راستی میدونستی خدا عرب زبونه. یعنی جهنم جای ماست که فارسی خوندیم، دنیا پیشرفت کرد ما دوره یه دارسی موندیم. کوروش خلیج تو خلیج عرب نامیدم، ولی بازم عرب و تو وطن را میدم. همون عرب هایی که هستن تشته به خونمون، همون ها که دخترها رو کردن زنده به گورشون. هستن همسایه ایران ما روی کاغذ، ولی دستاشون با دست بیگانه ها توی کاغذ. کجایی که ببینی دلا خونه، همه درگیره یه لغمه نونه. حتی جوانای ایرانه دیگه هیچی ازش نمیدونه. یه روز میاد که به جزی نقشه چیزی از ایران باقی نمونه. کسایی که رفتن و جون دادن به خدا واسه یه بهشت نبوده. اینقدر درگیر شدیم که غیرم دیگه واسمون معنا نداره. کوروش بیدار شد بخت خوابی، شدیم طفلی که مادر نداره. هر کی میاد به اسم یه مادر یه چیزی ازمون بر میداره. یه روز میاد که ایرانی دیگه هیچی از خودش نداره. مردم عشق ریختن سر قبر ناصر حجازی، ولی چه فایده؟ اسطوره ها در آغوش میرن و بعد مدتی از یادها فراموش میشن. بازی تو گلومه مثل یه دیوانه تو بر
لبخندم، چرا تندیس تو دادم دست بیگانه تو لندن، چرا یادت کوروش از همه حیث دود شده، نوشتن عهده ها فقط تو فیسبوک شده، کوروش بد و مدومه که از تو افکار رفته، سلاح کشتار جمعی شده اخبار هفته، جوونا جیباشون خالیه و از دم بیکارن، اونا فکر خالی کردن و با زدن سیگارن، کوروش جوونا از بیگونیشون جنون میگیرن، یه اتریش سفید نشستن جمون میبینن، از همون ریش سفیدایی که جیباشون شده پول ملت که تو حسابای سیباشون پره، ما هم هر روز از دیروزمون مرده ترستیم که یه ملت سیاه پوش مرده پرستیم، کوروش هواپیماها به عشق ملت میبرن و مسافرها رو به بهشت و جنت میبرن، بعد این حادثه مردم رخت سیاه میپوشن و شراب مرگ و با یه وقت سیاه میروشن، کوروش های این که به امید آینده بشینی حامد حاضر به میره ایران و پاینده ببینی، کجایی که ببینی دل و خونم همه درگیر یه لغمه نونم، حتی جوانای ایرانم دیگه هیچی ازش نمیدونم، یه روز میاد که به جز یه نقشه چیزی از ایران باقی نمونم، کسایی که رفتن و جون دادن به خدا واسه یه بهشت نبوده، اینقدر درگیر شدیم که غیرم دیگه واسه مون با درودی دیگر باره. شورای سردبیری واشنگتن پست میگوید اتهامات جیسون پوچ است، آزادش کنید. میدانید که جیسون رضاییان یک ایرانی آمریکایی ژورنالیست گزارشگر که برای واشنگتن پست کار میکرده به عنوان یکی از گروگانها در سیاهچالهای رژیم کثیف اشغالگر ایران گرفتاره، و شورای سردبیری واشنگتن پست بیانیه‌ای رو صادر کرده برای 1 سپتامبر امروز که منتشر شده در این روزنامه و اعلام کرد که آزاد کردن جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست توسط جمهوری کثافت و جنایت اسلامی اقدامی عادلانه است و جامعه بین‌المللی را خاطر جمع می‌سازد. در آنجا بر پوچ بودن اتهام جاسوسی علیه جیسون رضاییان که در کیفرخواست آمده هر دم افسوده می‌شود. آخرین جلسه بیدادگاه این گروگان ایرانی آمریکایی 19 مرداد برگزار شده و برابر قوانین جمهوری اسلامی هیچ مجنونی را نباید بیش از 1 سال بدون محکومیت در زندان نگاه داشت و 1 هفته پس از پایان دادگاه هم رأی باید صادر شود. با وجود این آقای رضاییان پس از 405 روز همچنان در بازداشت است و هیچ رأیی هم درباره پرونده صادر نشده است. یا واشنگتن پست، شورای سردبیری واشنگتن پست یا خود را با آن راه زده است یا نمی‌داند، که ندانستنش به نظر بسیار دور از ذهن است و حتما میدانند که با چه جنایتکارانی و از چه جنسی 37 سال است میدانند. واشنگتن پست میداند قتل عام 37 ساله از ایرانیان در ایران، با گناه، بی گناه، با جرم پایین، با جرم بالا، توسط کسانی که مجرمترین و جانیترین و دزدترین و جانورترین دو پایان روی زمینند. آنان می نشینند، تصمیم می گیرند
برای کشتن و یا قتل عام هزاران تن یک جا. مسلمانند برابر اسلام که دینشان است. آقایان و خانم های شورای سردبیری روزنامه واشنگتن پست کارهایی را می کنند که الله جنایتکار، تروریست و خونخوارشان و پیامبر جنایتکارتر و بیمار روانیشان. و همه دستورات هم در کتاب دینی آسمانیشان که شما غربی ها میگویید همه ادیان برابرند و محترمند، همان رفتاری را با جیسون رضاییان و بقیه میکنند که دینشان است. آموزه های اخلاقی و اتیک سیره محمدشان، قدیسانشان، امامانشان، آن طرفی باشن خلفایشان، فرقی نمی کند، همه سرچشمه یکسانی دارند. اسلام است، آموزه های اسلامی است، رفتار با دشمن، کافر، رقیب، هر چی که نامش را می گذارند. جهان اسلام چنین است، 1400 سال چنین بوده است و اکنون هم که با یاری شما غربی های حقوق بشری و به ویژه رهبران آنچنانی که در این 30-40 سال گذشته تصمیم گیر بودند، جهان به اینجا رسیده است و جیسون رضاییان یکی از قربانیان این جنایت اسلام است که در واقع جنایت کارتر و رئیس عجوزش الیزابت است و نوکران دیگر در گوادلوپ. بله، قوانین جمهوری اسلامی این است که هیچ مظنونی بیش از یک سال بدون محکومیت در زندان نباید نگهداری شود. این قوانین اسلام است و شما از آن خبر دارید. همین کلیپی را که من امشب پخش کردم از یک مسلمان زاده سابق با پدر تروریست سرشناس حماس جنایتکارش که خودش هم در محیط اسلامی و جنایی 100% اسلام کودکی و نوجوانی و جوانیش را طی کرده است، از مصعب حسن، این کلیپ را ببینید. کافیست بدانید چرا با جیسون رضاییان چگون اینگونه میکنند، چرا با کشیش سعید عابدینی که یک گروگان و یک اسیر دیگر است آنگونه میکنند، چرا با امیر حکمتی، یک جوانی که به گروگان گرفتند که جرمش این است که رفته است به ایران، در آمریکا هم زاده شده است، بستگانش را ببیند، ولی چون آمریکایی است و دوران سربازی را در ارتش آمریکا طی کرده است و اکنون رئیس جمهور محترم شما فقط دیل می کند با جانیان و آمریکایی کشا، آنها هم می دانند گروگان داشته باشند بهتر دیل می کنند چون مسلمانند. بنابراین شورای سردبیری روزنامه واشنگتن پست، اول بروید این رئیس جمهور محترمتان را ببینید و دولتش را که دار و دستش هستند. البته دیگر دولت با آن معنا وجود ندارد در آمریکا فعلا، تا یه سال نیم دیگر هم نیست، تا بعدن چه بشود. جنایتکار محمد علی جعفری، سر تروریست و فرمانده کل جانیان تازی، یعنی سپاه پاسدار جنایت اسلام و اشغال اسلام و مسلمانان نجس در ایران ما، بر دخالت در سیاست و تداوم دشمنی با آمریکا تأکید کرد.
این تروریست. آقای شورای سردبیری روزنامه واشنگتن پست، یا شاید اگر خانم هم هستند حتما این خبر رو امروز داشته اید شما، این جنایتکار تروریست، این تازی اجنبی در میهن ما، ضمن رد پذیرش هر گونه محدودیت از سوی جمهوری اسلامی، این روسپیزادگان در همه جا میگویند ایران، اینجاها دیگر نمیگویند جمهوری اسلامی، ولی باید بگویند جمهوری اسلامی، ایران در دست شما اعراب و فضله های خالد ولید در اشغال است. ضمن رد پذیرش هر گونه محدودیت از سوی جمهوری جنایت اسلام در ایران در حوزه موشکی و تسلیحاتی، زرزر کرد که سپاه جنایت اسلام به دنبال توسعه موشک‌های دوربرد است. این جنایتکار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری، تمام لواطکاران و رود فروشان نشست خبری تشکیل میدن، ژنرالان در کاخهای طلایی زندگی میکنند و چه و چه، درباره مسائل گوناگون داخلی و خارجی اظهار نظر کرد. همه هم صاحب نظر شدند و تحلیلگر، ژنرال، همه تحصیل کرده دانشگاه‌های نظامی درجه یک در جهان، مانند لواطکار تروریست خونخوار ژنرال سلیمانی، اینها همه ژنرال های دانشگاه کارترند. او زرزر کرد و گفت برخی طرف های سیاسی معتقدند که سپاه یک نیروی نظامی است و به فرمان آیت الله خمینی گور به گور از حضور و نقش آفرینی در سیاست منع شده است. اما این جنایتکار جعفری در رد این نظر گفت ابتدا قرار نبود سپاه نظامی باشد، فقط قرار بود است اشغال اسلام و دوباره اعراب در قادسیه دوم را نگاهبانی کند. سخنش این است: بعد از جنگ به دلیل اینکه تهدیدات نظامی جدی شد، یعنی ما هم دست و بالمان به پول و غارت و همه چی، بعد از اینکه قتل عام کردیم و کشتار هزاران هزار از ایرانیان از هر جریان و گروهی، جنگ را هم امام گور به گورمان کش داد تا بهتر جا بیفتد قادسیه دوم، تهدیدات نظامی جدی شد، سپاه لازم دید در این عرصه هم وارد شود. فلسفه وجودی سپاه، باز میگوید، حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی است. خودشان میگویند سپاه نگاهبان جنایت اسلام در قادسیه دوم و پیروزی دوباره اعراب به دست مصدقی ها و توده‌ای ها و تروریست های مجاهدین و فدایی و همه گروه های دیگر، سپاه فلسفه وجودیش، این جانی تروریست میگوید، حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلام است. اما اکنون در همه عرصه ها وارد است، چون همه میلیاردر شدند به دلار و یورو و برادران قاچاقچی اند در همه آسیا و همه جهان. $100,000 پول تو جیبی یکی از روسپی زادگان نشان است. $100,000 امروز انقلاب اسلامی، یعنی اشغال دوباره اعراب در قادسیه دوم، بیش از تهدید نظامی با تهدیدات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه است. یعنی غفلت کنیم
کشور به دست صاحبانش خواهد افتاد و این دزدی‌های میلیاردی از حلقوممان بیرون کشیده خواهد شد و به خاطر قتل عام که هر کداممان ده‌ها و صدها و هزاران ایرانی را کشته ایم و شکنجه کرده ایم و تازیانه زده ایم و ریپ کرده ایم به دست این مردم تک تک خواهیم شد. بنابراین اکنون بیش از همه تهدیدات سیاسی فرهنگی و اقتصادی مواجهیم. و استدلال کرد این تروریست جنایتکار جعفری، چون وظیفه ذاتی سپاه حفظ انقلاب و جنایت اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی است، پس این نیرو، خوب گوش کنید، این استدلال است، پس این نیرو می تواند در همه حوزه ها وارد عمل شود و برای همین هم در همه حوزه ها وارد عمل شدند، از کودکستان و مهد کودک و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کوچه و خیابان و مترو و اتوبوس و هواپیمایی و بنادر و هر کجا که ایرانی هست و در هر زمینه ای، اقتصادی، سیاسی، چه کسی را بکشن، چه کسی را بگیرن، چه کسی را گروگان نگاه دارن، چه کسی را فعلا آزاد بکنن، دوباره بروند بگیرند، خانواده اش را از میان بردارند، هرچه در همه زمینه ها، پس این استدلال است، پس میتواند عمل کند. سپاسگزارم از دوست گرامی و یار و یاور نازنینم بانو کردیه عزیز، $500 برای مچ اعلام یاری کردن در این شرایط سخت سنگر. با درودهای بیکران به بانو صفاری نازنین و یاران و پشتیبانان تنها سنگر روشنگری راستین ایرانی، سنگر بیداری تیوی، همه کسانی که به اصطلاح در لباس روشنگر و مبارز با رژیم اسلامی اشغالگر میهن ما جلوی دوربین تلویزیون های پارسی زبان می نشینند، چون خود را برای لقمه این نان و یا لولی تریاک فروختند، پس از فروپاشی رژیم پر افتخار پهلوی ها که همین برنامه سازان هم در آن دست داشتند، پس از 37 سال هنوز دارند با پهلوی ها مبارزه می کنند. خب نان و آب دارد با پهلوی مبارزه کردند، کجا در کدام کشور مخالفت میکنند که ایرانیان با پهلوی ها مبارزه بکنند؟ با پهلوی ها مبارزه کن، از امدادهای غیبی کرور کرور سرازیر میشود. حزب گفته ای داری دو تن، سه تن، چهار تا و نصفی، از امداد غیبی میرسد. رسانه راه انداخته ای، از امداد غیبی میرسد. تظاهرات راه میاندازی برای موافقت با دیل، حسابت پر پول میشود. برای مهمانی رمضان و افطار هم کاخ سفید دعوت میشوی. در آلمان به تو جایزه میدهن به هر بهانه، مثلا خروس قندی را اختراع کرده از فلانی، جایزه مثلا مرکز هاینریش بل به او داده شد. فقط با پهلوی مخالفت بکن که این پروژه ادامه داشته باشد. به این همه مواهب که اکنون دیگر ورق برگشته است، بانو کردی نازنین، کشورها را به نابودی کشاندند، انسانهای بیگناه، میلیونها میلیون آواره در بیابانها سرگردان، تو سریخور این اردوگاه پناهندگی و آنجا و زیر دست ترک و این و آن. ولی اکنون هزاران هزار، با این که هزاران تنشان در راه میمیرند،
خود را میرسانند به اروپا. اینها نمیتوانند بنشینند پشت مسلسل و این آواره ها را، این نگون بخت های تاریخ را، این دوزخیان روی زمین را که خودشان این بلا را سرشان آوردن به مسلسل ببندن، که ناچارن با هر رفتار تحقیرآمیزی هم که میکنن اکنون ماندن چه بکنند. 37 سال پیش آن سنگ را در دریای پارس انداختید، امواجش دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت، به شماها رسیده است، از بالای سرتان هم خواهد گذشت. بیزینس خوبی است، بنشینی بعد از اینکه فوت کرده ای شال و کلاه کنی، بیای جلوی دوربین تلویزیون بچه توده‌ای بنشینی، آب دهانت هم چک چک کند یه وری، هنوز از رضا قلدر و از پهلوی ها و از بدی هایشان که ایرانی ها همه رفاه و آسایش و آبرو و پیشرفت و برنامه ریزی کودکان ایرانی به سوی خوشبختی. ما هم اگر به پهلوی بند کرده بودیم اکنون یک برنامه در یک تلویزیون دیگر که ارتای میخریم که هیچ، یک تلویزیون 24 ساعته با 80 تا ماهواره داشتیم. از همه جا هم میهن پرستان 5000 دلار و 10000 دلار و 3000 دلار کمترینش بود میفرستادند. رژیمی را که آوردند به حال خود رها کردند. خب اگر به سراغ رژیم برون که این لوله تریاک و این نان و آب و این ولگردی ها در همه دیگر کالیفرنیا نشین و نمیدونم در کشورهای اروپایی اسکاندیناوی و اصلا این پهلوی ها بزرگترین خیانتشان این بوده است که جلوی ایرانی ها را گرفته بودند، نمیگذاشتن میلیون میلیون بیایند و آواره بشوند و بعد بروند شیک بشوند یک شبه، همه هم که به هر جارستان کسی بکراند را نمیداند، همه دیگر از دکترا به بالایند، مانند همان ارازل و باشی که آوردند آنجا گذاشتن نشسته است. اگر هم نظامی بودند همه درجات سرلشکر بوده است، همه از ونک به بالا می نشستند، مردمی که هویت خود را فراموش کرده باشند، اعتماد به نفس ندارند که با آنچه که هستند تمام قد باور داشته باشند، سرفراز باشند، دستاوردی در زندگی داشتند، در هر زمینه ای فروشنده خوبی بودند، انسانی که سلف استیم دارد و به خود باور دارد. می داند که با دروغ و تظاهر شخصیتی برای هیچ کس ساخته نمی شود، چون بعد از یک هفته، بعد از یک ماه، بعد از دو سال معاشرت، طرف مقابل میفهمد طرف در چه درجه ای از فرهنگ است. توف بر این میهن فروشان ایران سوز توده ای مصدقی ملی مذهبی که کثافت ترین ها بودند. درود بر بانو کردیه نازنین، یک جهان سپاسگزارم و امیدوارم در این یک ساعت مانده یارانی باشند که پاسخ بزرگ مفتی بانو کرده نازنین رو با یاری به سنگر بیداری برای ادامه مبارزش، نه چیز دیگر. یاری رسان باشید هم میهنانم.
بله این تروریست گفت این جنایتکار تازی وارداتی دزد ایرانی کش ایران سوز رود فروش جعفری گفت آنهایی که منتقد و مخالف حضور سپاه در سیاست هستند حال نقل قول مستقیم میخواهند از مسیر سیاسی یا فرهنگی اقداماتی علیه انقلاب اسلامی انجام دهند و طبیعی است که عملیات روانی و جفسازی علیه سپاه انجام میدهند. این جانور گفت در ادامه سال جاری هر ماه دست بالا را دیگر دارند دیگه اسلحه وسیله کشتار همه میلیاردر یک سیدعلی مفعولم که آنجا کف دستشان و مجتبای تکه تکه شده سیدعلی مفعول هم همه کاره. میگوید در ادامه سال جاری هر ماه به طور متوسط یک یا دو رزمایش برگزار خواهد شد، یعنی بروید حساب کارتان را بکنید. تروریست اجنبی اشغالگر محمدی یعنی این سپاه پاسداری از جنایت و ایران سوزی در ایران اشغال شده یعنی این. پنهان نمی کند. تنها و تنها و تنها توف کردن اسلام از سوی ایرانیان که از دید این جانیان موالی و برده این اشغالگرانند. نخست توف اسلام و سپس سرنگونی در تمامیت این هیولای تازی اشغالگر که برآمده از جنایت نامه یعنی نجاست نامه قرآن است. سالانه 3000 تن فقط در تهران، نه در ایران، در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، از گزارش خودشان است. نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس جنایتکاران که همواره گفتم هر آماری را که در این زمینه ها که دستاورد جنایت اسلام در ایران است هر آماری را که می دهند بعد از 37 سال شما دست کم یک صفر در برابرش بگذارید، دست کم. اما چون میخواییم دادگر باشیم فهمو یک صفر بگذارید. وقتی میگوید 3000 تن در تهران در یک سال، مطمئن باشید 30000 تنند که با بیماری های گوناگون در اثر آلودگی میمیرند. یک جنوساید 37 ساله تا جایی که ایران سرپا است، دارایی و ثروتش در دست اینان است، بیمانه و به هر خطر جدی خواهید دید غیب خواهند شد، چون از جنس آن سرزمین برای آن سرزمین نبودند و نیستند جنایتکاران عرب پرست مسلمان بیزار از ایران و ایرانی و شکوه ایران و تاریخ ایران و شادی و نیکبختی مردم ایرانند و به اثبات رساندن خودشان. دیگر هیچ دشمنی، هیچ روشنگری، هیچ مورخی نیازی نداشته است چیزی بگوید یا برود کنکاش کند از کتابهای تاریخ بیرون بکشد. 37 سال است ایرانیان در این دو سه نسل گذشته در برابر چشمانشان دارن میبینند عملی اخلاقیاتشان را، پاک دامنیشان را، پاک دستیشان را، خرمالیسیدن علی سربر دزد جنایتکار غارتگر که بالای منبر به بردگان میگفتن بیت المال
آهن گداخته را کف دست برادر کورش عقیل گذاشت که گفته بود تو میخواهی من در آتش دوزخ بسوزم که یک ریال از بیت المال به تو که نابینا هستی بیشتر بدم. توف بر این اسلامتان و این جفنگیات کثافتتان. از آریا جان خواهش کنم، آریای نازنینم، شماره 4 رو آریا جان با هم ببینیم. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. عاشقان خوشا رقصیدن دامن ز بساط عافیت برچیدن در دست سر بریده خود بردن در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گرز سر بریده می ترسیدی در محفل عاشقان نمی رقصیدی. جا که نگاه می کنم خونین است از خون پرنده ای گلی رنگین است. در ماتم گل پرنده می موید گل از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شعله اما در باد می سوزد و سر خوش است و چین یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی از عشق خران چه میرسد شیرین است. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی. ما گرز سر بریده میترسیدی در مرد در آتش خون پرنده پر خواهد زد بر بام بلند خانه پر خواهد زد. امشب که دوباره ماه بالا آمد می آید و بار پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت مهتاب بران شبنم تر خواهد زد. صد جنگل صبح در هوا می شکفت خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده می ترسانی. ما گرز سر بریده می ترسیدی در محفل عاشقان نمی رقصیدی. عاشقان نمی رقصیدی.
درود بر این هنرمندان با ارزش و آگاه میهن من. همیهنانم خبری بسیار جانگداز باید بگویم. باستا پیدا کرد در این یک دو روز گذشته که بانوی نازنینی در میهن من، بانوی 60 ساله به نام شعله رؤوفی، که در آن سرزمینی که آن گونه خون انسانها به دست جانیان ریخته می شود، بی شمار از ایرانیان در چه زجر و بدبختی زندگی می کنند، در سیاه چال ها اسیرند و گرفتار و گروگان، با آن دل بزرگ و مهربانش محلی رو با دستان خالی در گوشه‌ای دور از شهر برای نگاهداری و رسیدگی به گربه‌های آسیب دیده به وجود آورده بود. خبر این بود که این مؤسسه پناهگاه و برای نگاهداری از گربه‌های بی‌پناه و آسیب دیده در واقع در آتش سوخت و خبرهای چندی بعد از آن بازتاب یافت که بسیارانی در واقع به ویژه در این سایت ها و در دنیای مجازی از هر طریقی کسانی که آگاه شدند با شک و تردید به این مسئله و به این خبر جانگداز پرداختند و اینکه روشن شد گویا از سوی گروهی بارها این بانوی نازنین بزرگوار که اکنون باید به او روان شاد بگوییم، چه او هم در آتش سوزی جان خود را از دست داد به همراه گربه ها. 200 گربه بیپناه در آن آتش سوزی سوختند و خفه شدند و بیشتر زغال شدند و عکس هایی هم بازتاب یافت در این باره و این بانوی نیکوکار هم جان خود رو برای نگاهداری از این حیوانات آسیب دیده گذاشت. و اکنون بسیار خبرها زد و نقیز است در پیوند با اینکه این آتش سوزی عمدی بوده یا نبوده. و خبری رو از در سایتی دیدم که با وکیل این بانو به نام شهرام مهاجر گفتگو شده بود و ایشان که گفتن که به هر کجا مراجعه کردیم به سازمان ها، نهاد ها که بتوانیم جواز بگیریم و محل مناسبی و بودجه‌ای وجود نداشت و جهاد پزشکی ما را پاس میداد به دامپزشکی، دامپزشکی ما را پاس میداد به محیط زیست و واقعیت را نمیدیدند و هزار جور تصورات غلط را به میان می آوردند. مثلا یک وقتی به گوش ما برسد که ایشان گربه ها را می فروشند، مثلا این گونه سخنان را، این جانیان چون خودشان فقط به دنبال دزدی و پولند نمی توانند بفهمند که یک انسان راستین که دلی در سینه دارد و مهری می تواند حتی برای گربه هایی که دیگر کسی حتی آنها را نمی خواهد، معلولند، دست و پا شکسته، یک چشم نابینا، این گونه حیوانات را این بانو نگاهداری می کرده است و با آنها مهربانی می کرده است. جانیانی که در چند روز 33,000 زندانی سیاسی را نابود کردند و سلاخی کردند و با ماشین ها و یخچال های گوشت به بیابان ها بردند و گمنام دفع کردند، نمی توانند باور کنند. می گوید اگر ببرد این گربه ها را بفروشد چه؟ وکیل بانو روانشاد شعله رؤوفی میگوید میگفتم پا شوید یه توک پا بیایید آنجا ببینید، این خانم زندگیش را گذاشته گربه های کور معلول
اصلا حیواناتی که خیلی از دامپزشکا معتقدند باید یوتالایز شوند، ولی عاشق حیوانات بود و من متاسفم برای جامعه شعار زده و فراموشکار و بیتفاوت که کاری با یک انسان می کنند که به خاطر مهربانیش با طبیعت، به خاطر وجدانش که برای تمام مخلوقات دیگر خدا حق زندگی قائل است، مجبورش می کنند بیاید فرسنگ ها برود در دل بیابان، یک جای دور، یک جای پرت، آنجا ساکن بشود که به آن حیوانات بتواند کمک کند، که وقتی یک چنین اتفاقی برایش می افتد هیچ کس نتواند به دادش برسد. من متاسفم برای این جامعه. این اتفاق مرگ خانم رؤوفی نیست، یکی دیگر از نشانه های مرگ این جامعه است. سخنی بسیار تکان دهنده و درست. در جامعه ای و در میان مردمانی که دیگر همه ارزش های انسانی و همه خیشکاری های انسانی نابود شود، گروهی شاید سالهایی را گمان کنند سرمستند و دستشان به جایی رسیده است و کاری به هیچ چیزی ندارند و در دزدی و در غارت و در لفت و لیس ها شریک شدند، اما آن جامعه دیگر مرده است. زینت میر هاشمی نوشته کوتاهی از ایشان، بانو زینت میر هاشمی، من بارها از ایشان مطالبی را خواندم. آریا جان، شما میتونید این عکس فرتوری رو که از بانو شعله رؤوفی که این پناهگاه گربه ها رو داشته و جانش از دست داده، فرتوری هست که این بانو رو که گربه ها رو در آغوش گرفته و بسیاری گربه ها هم در دوربر رو هستن، آیا میتونید عزیزم پیدا کنید و لحظاتی رو روی مانیتور بازتاب بدید؟ بانو زینت میر هاشمی نوشته است، فرنامه نوشتارشان این است: خشونت لومپنهای حکومتی علیه گربه ها. صبح روز شنبه 7 شهریور، پناهگاه گربه های بی سرپرست با خشم و غضب لباس شخصی های ضد سگ و گربه به آتش کشیده شد. در این آتش سوزی مهیب که در 24 کیلومتری شرق اشتهارد اتفاق افتاد، 200 گربه ساکن همراه با مؤسس این پناهگاه خانم رؤوفی در شعله های آتش سوختند. هفته گذشته مؤسس پناهگاه سگ‌های بی سرپرست در اطراف ورابین توسط عده‌ای غمزن زخمی شد. کشتار سگ‌ها با اسید و زجر کش کردن آنها، آزار سگ‌ها و گربه‌ها در ایران آنقدر رواج پیدا کرده که پناهگاه‌های جهت اسکان این حیوانات از طرف مدافعان حقوق حیوانات تأسیس شده است. شیوه هایی که حکومت برای جمع‌آوری سگ‌ها در خیابان‌ها استفاده می‌کند بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق حیوانات قرار گرفته است. حکومت با تبلیغ و ترویج خشونت مسئول این گونه رفتار وحشیانه علیه حیوانات است. استبداد دینی حتی به سگ و گربه هم رحم نمی‌کند. هنگامی که خلیفه ارتجا خود را نماینده خدا روی زمین می‌داند و مامورانش در زندان‌ها دست به هر جنایتی می‌زنند، طبیعی است که عده‌ای مرتجع با چراغ سبز مراکز امنیتی نیات پلید ولی فقیه را عملی می‌کنند. بله، روانشاد این بانوی بزرگوار را ببینید. به راستی انسان نمی‌داند چه بگوید. ایران ما و ایرانیان نیک ببینید به چه سرنوشتی دچار شدند. روانت شاد بانوی نازنین و گرامی، به تو سرافرازی که در این سیاهی باور نکردنی که میهنمان بان گرفتار است، تو چنین چراغ مهر و مهربانی را روشن کرده بودی.
اسید پاشی به زنان، کشتن زنان و آزار و اذیت بانوان مؤسس پناهگاه های حیوانات، دستاورد نهادینه شدن خشونت توسط حکومت و قوانین آن است. اعدام های خیابانی، شلاق زدن زندانی در انظار عموم و و و همه این موارد به رشد و ترویج این گونه خشونت ها و نهادینه کردن خشونت در جامعه کمک می کند. اسلام همین است. در دو سه برنامه پیشین آن فرتور را دیدید، در برنامه جوان ایرانی را که در گوشه خانه اش یک کافه خانگی به راه انداخته بود، چون بیکار بود، چون نمیخواست دزدی کند و هزاران بزهکاری دیگر. او را با تناب دستانش را بسته بودن روی وانت و در شهر میگرداندند که کرامت انسانیش را خورد کنند. به یاد می آورید آن فرتورها را که گاهی در این کلیپ ها هم هست پخش می کنم، آفتابه به گردن جوانان انداختن و آنها را زخمی و خونین در خیابان گرداندن. دشخیمانی که چهرهشان را پوشانده بودند با لباس های یک سر سیاه و و و و و جرثقالی که جنازه و پیکر با شکوه جوانان زیبای ایرانی از آن آویزان، آن فرتورها که یکی از آنها به نام پیمان امینی که چهرهش مانند پهلوانان اسطوره‌ای ایران بود. وای بر ما هم‌میهنانم، وای بر ما و آن میهن پرستانی که آنها را آویزان کردن با یک دمپایی پلاستیکی. همه این موارد به رشد و ترویج این گونه خشونت ها و نهادینه کردن خشونت در جامعه کمک می کند. بر همین منظر حکومت و در رأس آن ولی فقیه، یعنی مفعول جانی دزد کثافت، مسئول پاسخگویی به جنایت روز شنبه و قتل 200 گربه و مؤسس این پناهگاه است. و ما روزهای سال روز فقط یک قلم از جنایت‌های اینها در این 37 سال را در شهریور ماه می‌گذرانیم. 33,000 زندانی سیاسی اسیر. سرباز میهن نازنین و گرامی من، سپاسگزارم. سرباز میهن سخاوتمند و فداکار، در پاسخ مچه همسنگر نازنینم بانو کردی نازنین، این ایران دخت میهن پرست و درود بر ایشان، درود ویژه به بانو سفاری دلاور و خستگی ناپذیر، راهتان پر رهرو باد. خسته نمی شوم سرباز میهن نازنینم، اما بسیار بسیار از نظر روحی رنجورم. کفدار پیر انگلستان 37 سال پیش با علم کردن آخوند خمینی گور به گور چند دستگی را در ایران عزیز ما ایجاد کرد، باعث کشتارهای 10,000 تن از ایرانیان و ویرانی ایران و غارت سرمایه های ملی این کشور و بدبختی و سیه روزی مردم آن شد. اینک این کفدار پیر سینخیز به سوی ابرقدرت جهان یعنی آمریکا که بیش از 300 سال قبل انگلیسی ها را از خاک خود بیرون راندن پیش می رود و با ایجاد دو دستگی بین سیاه و سفید می خواهند این کشور بزرگ را هم به زانو در آورند. مردم آمریکا باید بیدار و هوشیار نقشه شوم این کفدار را خونسا کنند و بازوی این کفدار، نه همه تک به تک اما به صورت یک جریان، حزب دموکرات آمریکا بوده است همواره، چون فقط در آن فضای چپول بازی است که می شود این کارها را کرد.
دست دراسی های افراطی که ضد سیاهند و نژاد پرستند و جنگ طلبند و چه هستند و چه هستند. در آنها نمیتواند آن کفدار رخنه کند. میدانید همیهنانم برای انتخابات سال آینده 2016 اواخر سال آینده که البته رئیس جمهوری جدید البته اگر بگذارن که با آنجا برسیم اصلا 2017 ژانویه 2017 در واقع و این به اصطلاح تلاش های مقدماتی برای کاندیداها از هر دو جریان نظرسنجی های استانی و مرحله ای و گاهی هم در سطح ملی فعلا در همین مقدمات و آغاز کار. یکی از شخصیت ها در میان جمهوری خواهان ریپابلیکن های دست راستی و اون چیزهایی هم که چپی ها میگویند در این نظرسنجی ها در همین فاصله زمانی یک دو ماه گذشته که تلاش ها بیشتر شده است و سفرهای استانی می کنند و کمپین می کنند و سخنرانی و آشنا شدن با مردم به میان مردم می روند و چه و چه و چه و این دونالد ترامپ که مانند شومن به میان پریده است و فقط هم می گوید خیلی پول دارم و خیلی چی هستم و خیلی چی هستم و بعد سخنانی را می گوید که درد این مردم شده است و فعلا فقط می گوید برنامه که ندارد اما سخنانی را میگوید که در این 6-7 سال گذشته در واقع آمریکا مردم آمریکا بسیار اکنون از سیاستمداران رنجورند و در نظرسنجی ها میدانید دونالد ترامپ یک آمار بیشتری از بقیه دارد مثلا از مارکو روبیو و از بقیه از ریک سانتروم نمیدونم از کیسیک از چنتنی که و چنتنی هستن هم میهنانم که در این یک دو ماه گذشته توانستن کسی نمیتوانست فاصله را با این شعبده بازی های دونالد ترامپ پر کند همواره چند درصد فاصله با اینها داشت و حتی جب بوش سقوط کرده است و با همون امکانات و نام خانوادگی و پول و پشتیبانان مالی که دارد به 6-7 درصد فعلا رسیده است اما دونالد ترامپ تا 28 درصد و اینها فعلا همان همحزبی ها یعنی از کسانی که جمهوری خواه هستن از مردم این نظرسنجی هایی که میکنن همین هایی که میگوین نژاد پرستند و دست راستیند و چه هستند و ضد سیاه هستند و چه و چه تنها کسی که رسیده است در آخرین پل و نظرسنجی که انجام شده است چهره درخشان و شخصیت فوق‌العاده است که یک پزشک است پزشک جراح یک جراح درجه یک و استاد دانشگاه و سیاه پوست است تنها کسی که توانسته است حتی در استیتی در ایالتی از دونالد ترامپ شعبده باز هم پیشی بگیرد در این نظرسنجی ها همین دکتر ریکارسن است سیاه پوست سیاه پوست است و جمهوری خواهان هم فعلا این رأی را می دهند و این دروغ های چپولی و تا گویی تمام رأی هایی را که مثلا آقای اوباما آورده است و این آمریکایی های سفید پوست همه از شدت نژاد پرستی مثلا به اوباما رأی داده یعنی جامعه را فال فال کردن و میان آنها تفرق انداختن بهره برداری های عوام فریبانه پوپولیستی مانند همان پیشوای معروف خودمان کردن همین است که کشور را به اینجا رسانده است که آدمی مانند دونالد ترامپ که همچین پیشینه خیلی درخشانی هم نداید سیاستمداری هم نبوده است فقط میلیاردر و بیزنسمن خوبی است و توانسته است میلیاردها را بیفزاید خب دستش هم درد نکند تولید کار کرده است یا هرچه شومن و انترتیمنت و نمیدونم مسابقه ملکه زیبایی و دختر شایسته همیشه در این چیزها چرخیده است و یو آر فایرد و نمیدونم از این شوها ببینید کار به کجا رسیده است در این 6-7 سال مردم بیزار شدند و رفتن دنبال شعبده بازی مانند دونالد ترامپ چون میداند باید
دست روی دردها بگذارد که بقیه میگوید چون پالیتیشن هستن و پولیتیکال کارکنس هم اجازه نمیدهد خیلی چیزها را نمیدهد. مثلا لاتینوها ممکنه به ما رأی ندن، یا مثلا این وریا به ما رأی ندن، یا اون و کوبایی ها به ما رأی ندن، یه هرچی آمده است درست میگوید. این خیلی ورود غیرقانونی ها از لاتینوها، دیوار میکشم و دیوار چین میکشم و چه از این حرف پیلن در نظرسنجی ها پیش گرفته است. فقط دکتر کارسونه سیاه پوست فعلا با او دوش به دوش است. به راستی در این 7 سال آمریکا به کجا سقوط کرده است؟ یک جهان سپاسگزارم بانو نصرت نازنینم. $50 اعلام یاری کردند در پاسخ مچ اعلام شده از سوی بانو کردیه نازنین. هزاران درود به بانو صفاری نازنینم، همکاران و پشتیبانان سنگر بیداری تیوی. درود بر شما بانو نصرت نازنین و عزیزم. اسلام و قرآن، اسلام و قرآن ها را در ایران بسوزانید و خاکستر آن را به خلیج همیشگی پارس بریزید تا به کشورهای عرب در جنوب آن دریای پارس برسد. توف بر قرآن و اسلام و محمد و الله و علی و حسین و حسن و جعفر و غزنفر و غزنفر و رسول و همه دیگر افراد جانی و آدم کشه طایفه عرب ادرار شترنوش ملخار اکنون رسیده به تاج و تخت کیان. من مسلمان نیستم، ایرانیم. بانو نصرت نازنینم، اگر مردمان آن سرزمین خسروان و کیانیان و ساسانیان و اشکانیان و مادها و هخامنشیان و پهلویها ارج و قدر تاریخ، سرزمین، میهن، آب و خاک، جنگل، سنگ، خاک، نفت، آب، هوا، ماهی، خیابان‌های آن میهن را می‌دانستم و قدر خدمتگزارانشان را. چون این جانیان اجنبی رزل کثیف نمی‌توانستند آنها را بفهمند. باید همان گونه که گفته اید ایرانیان نخست بیدار شوند و این بیداری هم فقط از سوزاندن جنایتنامه و تف کردن به اسلام است. آریا جان شماره 5 را عزیز من، همیهنانم یکی از کلیپ های بسیار کوتاه فقط برای یادآوری است و شنیدن صدای این میهن پرست بزرگ و خدمتگزاری بی همانند، آریا مهر، شاهنشاه آریا مهر بزرگ. 3 دقیقه صدای او را می شنویم. بخشی از سخنرانی های اوست با آن دلسوزی و برنامه ریزی و آن آرزوی نیکبختی برای ایران و سرزمین ایران و سرافرازی ایرانیان و رفاه ایرانیان و آزادی برای ایرانیان. در سال 1341 تازی فراری، یعنی بیش از 50 سال پیش در ایران آن دوران، ببینید چه میگوید. همین 3 دقیقه سخنانش را، برنامهش را، احساسش با آن مردم، با آن آب و خاک، به نیکبختی آن مردم در همین 3 دقیقه. شماره 5 را آریا جان با هم ببینیم و بشنویم. تهران 19 دی ماه 1341. با تشکیل سپاه دانش به منظور تسهیل تعلیمات عمومی و اجباری، تاریکی جهل و بیسوادی از جامعه ملت ایران ره برخواهد بست و در نتیجه مردم به حفظ حقوق خود و رعایت حقوق دیگران و
آشنایی بیشتری پیدا خواهند کرد. اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین‌المللی امروز آرزوی من و هر فرد اصلاح طلب وطن پرست است. آنچه در زمینه اصلاحات تا کنون اقدام شده عبارت از زیرسازی بنای ایران نوین بر پایه جامعه آزاد و دموکرات و مترقی و مرفه است که باید تا آخرین مرحله به همین نه پیش برود و از مردم زحمتکش ایران ملتی شاداب و متحد و مرفه و سعادتمند بسازد و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی را از میان مردم وطن ما بزداید و سواصل طبقاتی را از میان بردارد. بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش از مهلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلاء ملت ایران یاد کرده ام نمیتوانم ناظر بی‌طرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. با درودی دگرباره همیهنانم در بخش پایانی برنامه هستیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت 36 سانت زمین در تهران نشست داشته است. نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است. آینده میهنمان را میتوانیم حدس بزنیم، چه زنده باشیم چه نباشیم فرقی نمی کند. خشک شدن تالاب بند علی خان در ورامین و تالاب های استان های مجاور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. سرگرم فاحشه‌خانه و سیغه و دزدی و جنایت و خروج میلیاردها از ایران کاری ندارند به کشورداری. کشور آنها نیست، فقط اموال آنجا را می‌خواهند و قتل و غارت اسلامیشان را انجام بدهند. درباره کانون‌های گرد و غبار در استان تهران گفت کانون‌های گرد و غبار به سه بخش بین‌المللی و فرامرزی مانند عراق، کانون‌های مجاور تهران مثل سمنان، قم و قزوین و کانون‌های داخل استانی تقسیم می‌شوند. با بیان اینکه مطالعات و اقدامات کارشناسانه درباره تثبیت گرد و خاک استان تهران در حال انجام است، می‌بینیم روز به روز بهتر شده است. میزان خشکسالی و بیابانی شدن رو به افزایش است و ایران نخستین کشور دنیاست که به سرعت به سمت بیابانی شدن می رود. شاید اولیم اینجور جاها، ما در آمار شاید اولیم. کاهش بارندگی، مدیریت ناصحیح منابع آب، اون کلیپی را که از دوران هخامنشیان در آغاز برنامه پخش کردم دیدید، 2500 سال پیش، بیش از 2500 سال پیش، 2600 سال پیش، آن دانش زمین شناسی
با آن سیستم قناتزنی و کانالیزه کردن آبها از نقاط دوردست به بیابانهای ایران زمان هخامنشیان را میگویم و گبران آتش پرستان که خانواده فاحشه لاریجانی گفتند همه بربر بودن ایران بعد از اسلام همه چیز به دست آوردند. آن در آن کلیپ دیدید فقط سیستم آبیاری آن زمان، این ثروت این دوران ایران، این امکانات، این تکنولوژی کفار که در دسترس همه هست، ایران ما به اینجا رسیده است. نخستین کشوری است که با سرعت فراوان گزارش خودشان هست مقامات هست به سمت بیابانی شدن می رود. مدیریت ناصحیح منابع آب، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، روند خیزش گرد و خاک را تشدید کرده است. خبر دیگر، از آغاز برنامه تا کنون فقط مزایای اسلام است برای ایران و ایرانی. به جای دیگر فعلا نتوانستیم برسیم. برخی از آن آتش هایی که به جان جنگل های غرب کشور افتاده و هر بار چند صد هکتار از جنگل های بی نظیر بلوط را می بلعت و خاکستر می کند، حتما شما بسیاری از هم میهنانم دیده اید جنگل های زیبای بلوط ایران را در آن سالها که ما دیده بودیم، کودک بودیم، جوان بودیم. به سوی خرم آباد که می روید، به سوی کردستان که می روید، آن بلوط های زیبا، به سمت کرمانشاه که می روید، توسط زمین خاران حکومتی برخی از آن آتش هایی که به جان جنگل های غرب کشور افتاده و هر بار چند صد هکتار از جنگل های بی نظیر بلوط را می بلعد و خاکستر می کند، توسط زمین خاران حکومتی رخ داده تا بعد از بایر شدن زمین ها مالک آنها شوند. کسانی که دل و روح و جانشان در شنهای سوزان لواطکاران حجاز است، مناظرشان همان است و تیغهای بیابان درختهای سرو و کاجشان بوده است. چون دینشان هم همان گونه کثافت است، چون از آنجا بیرون زده است، مغزهای آفتاب خورده همه مال و خولیایی و همه بیماران جنسی، زن و مرد، پارادایز، بهشت که همان نام ایران است، به دستشان بیفتد همین کار را میکنن. عربیزه کردن ایران، حجازی کردن ایران، نه فقط در پوشاک و ظاهر و رفتار و گفتار بردگان، سرزمینشان هم باید مانند آنجا بشود، چون اسلام دینشان است. توف کنید این نجاست تاریخ را. پس از آن که مناطق وسیع از جنگل‌های غرب کشور بر اثر آتش سوزی سوخت و از بین رفت، اکنون خبری به گوش می‌رسد که به شدت دردناک‌تر است و حکایت از عمدی بودن برخی از این آتش سوزی‌ها دارد. حال ببینید چه کسی این را می‌گوید. پری طاغوتی نمی‌گوید. این را محمد علی پورمختار، نماینده بهار و کبوتر آهنگ در مجلس شورای جنایت اسلامی میگوید. ریاست کمیسیون اصل 90 را هم بر عهده دارد. در آن و از آن زمان وقوع آتش سوزی ها در غرب کشور گزارش های فراوانی درباره عمدی بودن این حوادث دریافت شده است. او گفت متاسفانه این گزارش ها بسیار زیاد است. از این زمین خاران سر دسته شان آن خانواده کثافت انگلیسی عراقی لاریجانی است
یکی رئیس مجلس است، آن یکی گوشپشت نوتردامش قوه قصابیه محمدی را دارد، آن یکی مسئول حقوق بشر و دست و پابری و ریپ ایرانیان است، آن یکی دیگر روسپی زاده ایشان یک چیز دیگر. برخی اخبار حکایت از آن دارد اشخاصی تعمدن با آتش زدن جنگل ها به دنبال تغییر شرایط جنگل ها به زمین بایر هستند با پول بردگان کاخهای طلایی می سازند آنجا تا از این طریق بتوانند در آن مناطق ساخت و ساز داشته باشند. مصدقی های خیلی ملیچی و توده‌ای های نجس و آن زباله هایی که توی شکم این دو جریان بیرون زدن، تروریست های چپ و راستی، مرگ بر شاه گفتید در ما تحت یاسر عرفات و قذافی و همه جنایتکاران دوره آدم کشی دیدید که ایران را به اینجا برسانید و خودتان هم در گروه های جمعی بخوابید و هنوز هم رها نکنید. درود بر نوید نازنین و گرامیم و مادر بزرگوار و دوست داشتنیشان. 50 دلار اعلام یاری کردند در پاسخ مچه بانو کردیه عزیز. با درود به بانوی دلاور، بانو صفاری نازنین و روشنگر سنگر بیداری. اسلام دشمن بشریت است، توف بر اسلام و نجاست بر محمد و آل محمد. ما مسلمان نیستیم، ایرانیم. درود بر نوید نازنین و گرامی من و مادر نازنین و دوست داشتنی و عزیز بانو اشرف گل و عزیز من. 20 دلار اعلام یاری کردند. با درود به دلاور بانوی سنگر بیداری، بانو صفاری عزیزم. هر چه بر سر ما ایرانیان می آید از خودمان است. دقیقاً حسن آنگونه است و حسین این کار را کرد و الیزابت افریتا آنجا رفت و گوادلوپ کسافت چون این شد بر روی نادانی و نداشتن خیشکاری ملی ماست. هرچه به سر ما ایرانیان می آید از خودمان است، چون هنگامی که بایستی به پا خیزیم نشسته ایم. اکنون هم بله تماشاگر شدیم دیگر، خیلی خوب شده از همه چیز. و تماشاگر هستیم. این سنگر را هم میهنانم یاری کنید. توف بر اسلام اثر نوش. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو اشرف نازنین و بزرگوار و گران ارج و دوست داشتنی. بله، مطالب بسیار هست و ما زمان نداریم برای این چند دقیقه پایانی. بله، این داستان هیلری جون، هیلری کلینتون و که ایشان باید جهان زیر و رو شود و آمریکا هرچه بر سرش بیاید و به جای روزی 200,000 پناهنده که حمله کردند به اروپا مثلا 2,000,000 تن بیایند، هیلری باید رئیس جمهور شود با این کارنامه درخشانش. 7,000 صفحه فعلا از ایمیل هاش که مورد بحث است هیلری جان، که ریتینگ محبوبیتش هم همچنان با سرعت در حال سقوط است، منتشر شده است تا ببینیم که در واقع دقیقا پس از بررسی های اف بی آی این ایمیل ها چه بوده است. فعلا که تاکنون گفتن شماری از آنها کلاسیفاید بوده و شاید برخی هم تاپ سیکرت بوده، ولی هنوز دقیقا اعلام نشده و این داستان گریبان این زن
قدرت طلب و قدرت به هر بهایی. شما نظیر ایشان را در میان مردها هم که خیلی قدرت دوست دارن کم ببینید. تن به هر چیزی میدهد، از مونیکا لوینسکی گذشته تا فرست لیدی بماند، به آقای اوباما تن داده، رفته از سیر دستش وزیر اون خارجش شده است و هر چیز دیگر و داستانهایی که در دوران وزارت اون خارجه ایشان با ریاست رئیسش حسین و همه را تا حالا مالاندن تا اینجا تا ببینیم چه میشود. فعلا هم که در آمریکا دارن پلیس کشی میکنند و برخی مغز باخته هم راه افتادند و شعارهای آنچنانی میدن، حالا به نظر برنامه ریزی شده میآید به راستی. حال ببینیم چه میشود، این دوباره دایی جان ناپولئون شدیم یا نه. دادستانی کویت اعلام کرده 24 تن رو برای برنامه ریزی حملات تروریستی متهم کرده که یکی از آنها هم گفتند ایرانی است. این افراد به جاسوسی برای ایران، ایران اشغال شده بدبخت دارد که همه ریختن سرش نابودش کنند، و حزب الله لبنان با هدف اقدامات خصمانه علیه کشور کویت متهم شدند. خبرگزاری فرانسه هم گفته قاچاق سلاح و مواد منفجره به داخل خاک کویت، استفاده از ابزار استراق سم و برنامه ریزی برای اقدامات علیه تمامیت ارضی کویت از دیگر اتهام‌های وارده به این افراد است و باید نام ایران را، نه جمهوری اسلامی را و نه اسلام را، از هر مدلش از هر فرقش، نام میهن ما را باید در همین جنایت ها هر گوشه جهان اتفاق می افتد، باید نام ایران را بیاورند. خب همیهنانم دیگر نمی رسیم، در هر حال می گذارم بخشی از خبرها که کهنه نشود و بتوانم آدینه طرح کنم با شما گرامیانم، و همچنین یادآوری میکنم با یک جهان سپاس از بانو کردیه عزیز و گرامی نازنین که $500 اعلام مچ کردند. بانو کردیه گرامیم و سرباز میهن با $100، بانو نصرت با $50، نوید عزیزم و مادر گرامیشان با $50 و بانو اشرف با $20، یعنی جمعاً $220 فعلا یاران تعهد کردند و ما $280 کم داریم که من امیدوارم در این یکی دو سه روز آینده تا آدینه دست کم این $280 از سوی یاری و یا یارانی تعهد بشه و به سنگر برسه که ما سریع هم بتوانیم بزرگ مهری اعلام شده از سوی بانو کردی عزیزم رو هم داشته باشیم. سپاسگزارم از توجهتون برنامه امروز. از آریا جان هم خواهش میکنم، آریای عزیزم، پس از بدرود من شماره 6 رو هم پخش بکنید. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار، پایدار، پیروز، دلاور فرزندان نترس، میهن پرست،